سلام عرض میکنم خدمت همگی دوستان و عزیزان که امروز اینجا به لایف ما قدم رنج فرمودن و اومدن. از همینجا به همه خیلی مقدم میگم، امیدوارم که روزای خوبی رو داشته باشید. سینزه بدرم در کنار خانواده انشالله در منزل سپری کردید حتما، و حسابی هم که دارت بازی کردید دیگه انشالله. من امیدوارم که دوستان همجور که مطلع هستن و در جریان هستن میدونن ما امروز صحبتهایی داریم با بنیانگذار دارت در ایران جناب آقای ظهوری و اولین رئیس انجمن دارت در ایران، که من از سوئیس و جناب ظهوری از ملبورن استرالیا در خدمتتون هستیم. دلیل این که این صحبت ها رو در این ساعت گذاشتیم قبل از برنامه خوب پایتخت به خاطر این بود که ساعت ما از نظر تطابق با استرالیا طوری باشه که بتونیم در خدمت همگی باشیم. اینجا هم خیلی خیلی مقدر میگم به تمام افراد، چون من میبینم دوستای خارجی هم اومدن، من یه سلامی میکنم. Greeting from Switzerland. Today we have a discuss about sport darts and founder of the Iranian darts, Mr. Zuhuri, here in this discussion live. So he will be from Melbourne and I am from Switzerland. So, and a lot of people going to enjoy us from all of the world. So greeting, if somebody will speak Persian and doesn't know what's about, is it is about foundation and history of the dart sport in Iran and founder Mr. Zuhuri is going to join us very soon. اینم گفتم از نظر این که دوستانی که میان تو لایف ما نمیدونن جریان چیه بدونن دیگه، خلاصه در هر حال به این صورته. حالا من خیلی دوست داشتم که از آقای ظهوری دعوت کنم، اگه ایشون تشریف دارن در خدمتشون باشیم. و از همینجا greeting from all friends around the world. Hi Angelo, this is my friend Angelo. He's a very famous actor from Switzerland and we were together in the Art for Peace Award from the United Nations. And he's very famous actor. Hi, Angelo. All the best to you. All the best. John, how are you? The most famous photograph and all the people. And sorry, we are going to speak Persian. But anyway, we are happy you joined us. We are going to speak about the darts sport and who was the founding that and what was the history behind of this matter. So I just explain for you guys if you don't know what's going on. So I'm inviting Mr. Zuhuri, the founder of the dart sport in Iran. آقای ظهوری، دیگه من دیگه فارسی صحبت میکنم، اینم یه مقدار احترام به دوستای خارجی مون که احیانا فالوورای ما تو دنیا میان بدونن ما راجع به چی صحبت کردیم، بی احترامی بهشون نباشه. در حال از الان دیگه فارسی. اگه آقای ظهوری تشریف دارن من خوشحال میشم که ایشون هم تشریف بیارن و ما انشالله که در خدمت ایشون باشیم. آقای ظهوری، احیانا اگه آقای ظهوری تشریف آوردن یا اینکه نیستن، برای اومدن به لایف میتونن یک بار از لایف خارج بشن دوباره برگردن به لایف. سلام عرض کردم آقای ظهوری، لطف کنید یک بار خارج بشید از لایف، بعد دوباره وقتی که وارد شدید من ریکوست شما رو میبینم که اکسپت میکنم که ایشالله که شما هم در خدمتون باشیم. آقای ظهوری سلام عرض کردم خدمت آقای ظهوری، خیلی ممنون که تشریف آوردید. پس لطف کنید که ما همه منتظر اینیم که شما تشریف بیارید و در خدمتون باشیم. واقعا میبینم که چقدر دوستان محتاج دیدار شما و امیدوارن که شما رو به زودی ببینن. بله فکر کنم آقای ظهوری رو ما الان داریم و همین الان که آقای ظهوری هم بیان در خدمتشون باشیم. خب داره صبر میکنیم که ایشون بیان بالا.
سلام جناب دکتر. سلام عرض کردم آقای زهوری. شما با یه نشاط کامل، با آرم نشاط، والا به خدا دیگه هرکی باشه جمع میاره. ببخشید من خیلی خوشحال زنده باشید. خیلی ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم بچه هایی که الان خیلیشون اسمشون اینجا دیدم، تشکر میکنم ازشون، سلام میکنم به همشون. امیدوارم که حالا هر جای دنیا هستن، تو ایران هستن، تو کشور دیگه هستن، بهش خوش باشم. صدای من خوب میاد؟ من فقط چون متوجه نشستم صدای من خوبه. آره اینی که میبینید به دلیلی که به هر حال تو استرالیا هم تو همه شهر استرالیا قرنطینه در واقع یه قانونی رو بستن که نمیتونیم بریم دیگه توی استودیو مرکزیمون. با بچه‌ها اون سه تا استودیو تو شهرهای تو خونه‌هاشون درست کردیم. اینم خونه خودمه که یه استودیوی خونگی هم اینجا درست کردیم که برنامه‌های رادیومون رو بتونیم اینجا ادامه بدیم. در اصل خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که خلاصه بعد از سالیان سال می‌خوایم دوباره خاطرات رو زنده بکنیم. امیدوارم که این صحبتایی که ما می‌کنیم جنبه در واقع هم خاطره داره هم شیرینه، همین که شاید هم یه جنبه آموزشی داشته باشه برای کسایی که به هر حال جوان‌ترایی که میخوان یه راه خوبی رو پیش ببرن. این تجربه‌ای که من داشتم یا شما داشتید به دردشون مطمئنا اگر که دقت بکنن میخوره که چی شد که گارت اون موقع با هیچی قدرتی داشت، شاید به اندازه فدراسیون فوتبال اون زمان قدرت داشت. شما خودتون کاملا تو جریانش بودید. شما ماشاءالله اینقدر انرژی دارید، اینقدر انرژی مثبت دارید که من میدونم شما یه لحظه نمیتونید یه جا باشید مثل خود منی. الان با اینکه رفتید استرالیا ماشاءالله یه رادیو دارید که فعالیت، یعنی فعالیت اون انرژی اون زمان شما برای دارت گذاشتید. حالا ما در خدمت این که چجوری شروع شد و به چه جریانی بود و کجا رادیو یا دارت. عرضم بزرگ شما که دارت رو ما با آقای عزیزپور شروع کردیم. در واقع بنیانگذار دارت در ایران من بودم و آقای عزیزپور، محمد امین عزیز. بر هر جفتتون آقای عزیزپور هم اگه در این چت ما هستن خدمت ایشون هم سلام گرامی و ارزنده ای داریم. وقتی که ما خواستیم شروع کنیم، حالا از اینجا شروع شد که یه روز ما توی نمایشگاه، اولین نمایشگاه بین‌المللی فوتبال بودیم در باشگاه پاس. آقای عزیزپور اونجا باش آشنا شدیم. بعد ایشون هم در واقع علاقمند به دارت داشتن، در واقع اونجا آموزش می‌دادن و می‌فروختن و اینا، تو بحث تجارتش بودن. گفتم که چرا خب اینو رسمیش نمی‌کنیم. بعد گفتش که من رفتم رسمی بکنم، به من گفتن که اینو ثبتش میکنیم ولی خود به ما یکی دیگر انتخاب میکنیم. خیلی از این بابت ناراحت بود. بعد من گفتم اوکی، نشستیم صحبت کردیم. من گفتم راه شما بلدم، دقیقا این راهی که دارم میگم مستند بشه انشالله. که من در واقع تو این اگر زمان قرنطینه طولانی بشه، من خیلی تصمیم داشتم کتابی راجع به خاطرات دارت بنویسم. خیلی چیزا هست تو دارت واقعا سختیایی که تیم ما متقبل شدن و زحمتی کشیدن، حتما باید بیاد که امروز در واقع 15-16 سال فکر کنم از این تاریخاش میگذره. گفتم بریم آقای عزیزپور. من این کارش چون من واحد تولیدی داشتم اسم باسکولی سند و باسکولای ورزشی میساختم، باسکولای دیجیتال ورزشی میساختیم، خیلی آشنا داشتم اونجا، خیلی ارتباط خیلی خوبی داشتم. رفتم پیش آقای مهرعلی زاده. گفتم آقای مهرعلی زاده ما این ورزش رو می‌خوایم در واقع ثبتش. گفتش که اشکال نداره شما برید توی چیزی که کمیته. گفتم نه کمیته نمیخوام بشیم، میخوایم فدراسیون بشیم، میخوایم یه فدراسیون مستقل بشیم. گفت فدراسیون که نمیشه، بودجه میخواد. گفتم بودجه هم نمیخوام، من تعهد کتبی میدم بودجه نمیخوام. زمانی بود که دولت عوض شده بود، این در واقع آقای مهرعلی‌زاده هم میخواست بره. اون موقع رئیس بخش قهرمانی آقای کفاشیان بود، معاونت قهرمانی آقای کفاشیان بود، معاونت همگانی آقای علیپور بود که الان هم توی انجمنهای ورزشی کشور است. منو در واقع فرستادن سراغ قهرمانی و همگانی. رفتیم پیش همگانی، دیدیم نه ما اصلا نمیخوایم همگانی باشیم، کار همگانی میکنیم، اولویت ماست، ولی میخوایم قهرمانی باشیم. با آقای کفاشیان چندین جلسه رفتیم اومدیم، با آقای پول جلسه گذاشتیم، در نهایت خلاصه اینا رضایت دادن به این که یه انجمنی بشیم مستقل ولی زیر نظر کف فدراسیون. شرط استقلال رو من از همون اول گرفتم. از این میگفتم که آقا من زمانی در واقع کار انجام میدم که خودم تصمیم گیرندم و خودم مستقیم با همه مسئولین ارتباط برقرار میکنم. آقای کفاشیان خوب داشت میدم قبول کرد و گفتم آقای کفاشیان ببین شما این فرصت رو بدید، اگر که
من پولم نمیخوام. ولی اگر که نتیجه نتونستم تو یک سال بگیرم، خودم میرم. اصلا من شخصیتا آدمی نیستم که کاری رو بخوام انجام بدم و نتیجه نگیرم. مطمئنا تیم قبلی هم درست میکنم برای این. خلاص ایشون هم در واقع اعتماد کردن و ما کارمون رو تمام. اون موقع من تو باشگاه پاس بازی میکردم، فوتبال بازی میکردیم اونجا. موقع عادل فردوسی پور اینا میومدن میرفتن خلاص بازی میکردیم. با آقای جلو گفتم آقای جلو من میخوام برم زیر نظر تیم. آقای کریم صفایی اونجا مسئول بود، یه سفارشی بکن. تماس گرفت و گفتم ولی ما میخوایم مستقل باشیم، ما اونجا میخوایم خودمون تصمیم گیرنده باشیم. گفت با مشکل نداره اینا. خلاصه رفتیم پیش آقای کریم صفایی. آقای کریم صفایی هم پذیرفتم. آقای کریم صفایی میام اینجا انقدر کار میکنم، شما فقط پول بگیر برای فدراسیون خودت، من پولم نمیخوام. سه ماه اونجا فکر کنم 3 ماه یا 4 ماه کلا کار کردیم با فدراسیون تیراندازی با کمان. شما خاطرتون هست آقای دکتر؟ بله، همون اوایلش بود که اگه یادتون باشه جناب صفایی هم توی آکادمی ملی المپیک برای ریاستش که در خدمتتون بودیم، چون من اون موقع تو آکادمی بودم رنگ یادمه و اون برنامه‌ای که برای تیر و کمان پیش اومد اینو. بله بله بله. خلاصه رفتیم و شروع کردیم تو تیر کمان. تو تیر کمان دیگه همه کارمون رو استارتمون رو زدیم. 3-4 ماه بیشتر اونجا دووم نیاوردیم. یه روز حال به من گفتن که آقا این لیوانو میبینی، تو این لیوانی، ما این پارچی، در واقع تو بیشتر از این لیوان نباید کار بکنی دیگه. یعنی در واقع ما تو اون 3-4 ماه اول یه مسابقه قهرمانی گذاشتیم، توی در واقع یه اولین مسابقه همونو تو باشگاه پاس گذاشتیم، تو سالن اونجا رو گرفتیم، تجهیز کردیم، مسابقه رو گذاشتیم، میخواستیم ببینیم که اصلا نظر مردم چیه. یعنی من گفتم که ما با بیایم میدانی اطلاعات کسب کنیم، میدیم چقدر جذب میشن، اصلا چقدر دوست دارن، اصلا علاقمند هستن. اونم نه با مسابقات حرفه‌ای. گفتیم آقا 3 تا دارت 9 تا دارت پرتاب میکنی 9 دارت، هر کی امتیازش بیشتر بود اون برنده است. اونجا مسابقه دیدیم نه، استقبال شدیدی شد. صدا و سیما هم اومده بود گزارش گرفت. من دیدم نه این کار بود عجب مسابقه، دیدم نه میشه که روی این کار در واقع جای امید داره. وقتی که اومدیم از اونجا بیرون دیگه شروع کردیم تو مرحله بعدی. گفتیم که خب حالا دیگه پس نتیجه داده میده، باید بریم بالا. آقای زوری لطف بفرمایید سالش هم ذکر کنید که ببینم. 1383 بکنم. بله 1383 شهریور 1383 بود که 82 استارت شده با چیز و بعد 83 این کارا رو کردیم. با 8 بعد اومدیم شروع کردیم. کل صفحه WDO و فدراسیون جهانی دارت شد پرینت گرفتیم، مال انگلیس رو گرفتیم، مال اونی گرفتیم. یعنی خیلی از کشورهایی که انگلیسی زبان بودن همه اساسنامه‌هاشون رو پرینت گرفتیم. اون موقع خانم نگین خدایاری بود در واقع خیلی کمک کرد. خیلی نه اصلا خانم خدایاری در واقع توی بخشی توی همکار ما توی در واقع تولید کننده ورزشی بودن توی سازمان دیگه. ما توی نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌دیدیم هم دیگه. گفتم خانم خدایاری می‌خوام کمک بکنی. بنده خدا اومد 200 صفحه شاید بیشتر این ترجمه کرد برای ما. پا به پای ما اومد تا ما اینو ترجمه شده‌هاشو خوندیم، جمع‌بندی کردیم و یه اساسنامه توش درآوردیم. یه اساسنامه‌ای که به کشور ما نزدیک باشه. چون خیلی تفاوت داشت، خیلی چیزاش مغایرت داشت، نمی‌تونستیم با اصلا انجام بدیم. اینو تغییر دادیم، تغییراتی توش دادیم، تو لباساش، تو پوششش، تو همه اینا تعریف شده بود. یعنی اگر ما میگفتیم که مثلا کفش اسپورت ورزشی باید باشه دلیل داشتیم، چون اگه میگفتیم کفش مردم بپوشید دیگه نمیتونستیم بگیم این ورزش. میدونید تغییرات بنیادی بهش دادیم که بپذیرن. خلاصه اساسنامه هم نوشتیم و بردیم سازمان و تاییدم شد و خلاصه توی مقطعی دیگه ما شروع کردیم که این دارت رو توسعه بدیم. آقای عزیزپور ماموریت داشت که تو همه ادارات بره. یعنی دیگه اداره ای نبود که دارت رو نشناسه. وزارت نفت رفت، در واقع وزارت علوم رفت، هر جایی که فکرشو میکنید رفت معرفی کرد دارت رو، کم کم جذب. پس از اون ما گفتیم خب حالا رسیدیم به جایی که رسیدیم مسابقات خانوادگی برگزار کردیم، جذابیتش کم کم داشت به وجود می اومد، شیرین بود. ما فقط از بحث همگانیش رفتیم جلو که
دارت معرفی بشه. هنوز تو حوزه قهرمانی فکر نکرده بودیم، چون اصلا نمیدونستیم که ما سطح اندازمون چیه. تا اینکه ما با آقای عزیز پور رفتیم درخواست کردیم که میخوایم عضو، بعد از گذشت 6 ماه بود فکر گذشته بود، خواستیم عضو فدراسیون جهانی دارت بشیم. درخواست کردیم از فدراسیون جهانی و دعوتمون کردن به استرالیا، به شهر پرت، که سفر کردیم به اینجا و تو کنگره‌ای که داشتم صحبت ها شد. توی بخشی از کنگره تایمی داشتن که کشورهایی که میخواستن بیان عضو بشن باید میامدن از اون بر واقع دفاعیه میکردن، دفاع میکردن از اون تری که دادن، که ثابت میکردن که این کشور مستعین هستش که ورزش دار جفت بکنه. سه تا کشور بودیم، اون کشور سومی شدم نیست، کره بود، ما بودیم، یه کشور دیگه هم بود که اومد درخواست کرد، اون رد شد. وقتی اون رد شد من آقای اسپور با هم رفته بودیم، گفتیم ایداد کار ما خیلی سخته. وقتی ما گزارشمون رو دادیم همه تشویق کردن، چون که ما وقتی که رفتیم اونجا کلی مسابقات خانوادگی، مسابقات قهرمان کشوری عکساشو برده بودیم، اساسنامه رو ترجمه کرده بودیم، اساسنامه داشتیم دوباره انگلیسیش کردیم، گفتیم این اساسنامه ماست، یعنی دست پر رفته بودیم اونجا و دیدن نه اینا ما کار کردیم، مثلا فیلمش گرفته بودیم بردیم اونجا، دیدن نه کار کردیم. همه تشویق کردن و وقتی رأی گیری کردن بدون هیچ رأی منفی همه رأی دادن که ما عضو فدراسیون جهانی بشیم. بعد از ما نوبت نماینده کره بود، کره جنوبی هم اون موقع عضو شد، همزمان با ما عضو شد. وقتی اومد گفتش که من چیزی ندارم، من دو تا صفحه کاغذ نوشتم این کارهایی که کردم، دستم مثل ایران پر نیست، ولی واقعا الگو میگیرم از اینا و دوست دارم به من کمک کنن. اونجا هم اونم رأی بود با چند تا رأی منفی و چند تا چیز، خلاصه اونم حد نصابش آورد، اونم عضو فدراسیون جهانی شد. خیلی خوشحال شده بودیم بابت این موضوع. وقتی برگشتیم ایران دیگه عضو جهانی هم، فدراسیون جهانی هم بودیم، دیگه کارمون سنگین‌تر شده بود و فدراسیون میگفت برای دوره بعد حتما ما تو مسابقات آسیایی شرکت بکنید. گفتیم چرا که نه، شرکت هم میکنیم. تا اینکه به هر حال توی این مدت هم که اولین مسابقه که حالا ایدو که من خاطره از خود شما بگم که من اولین جایی که بیشتر با شما آشنا شدم تو مسابقات تو تهران بود، توی آفتاباد بود، یه سالن ورزشی بود اسمش سالنش یادم نمیاد، که مسابقات جام رمضان گذاشته بودیم ساعت 7 صبح، که اونجا اگه خاطرتون باشه شما رو اونجا دیدم، یکی از دوستان گفت آقای دکتر دهنادن، بعد من اونجا دیگه چون دیگه قطعی شده بود داد دیگه، من دیگه دنبال نیروهای یعنی در واقع اون کسایی که واقعا جایگاهشون جایگاهی وسیعی که میتونم ازشون همه جور حمایت بگیرم، ازشون یاد بگیرم، که با شما اونجا آشنا شدم دیگه، از اونجا آشنا شدیم شما رو بن نکرد دیگه، همیشه شما محبت داشتی، همراه دارت با ما بودی، با اینکه سرتون خیلی شلوغ بود بابت به هر حال آکادمی ملی المپیک، مسئولیتی که اونجا داشتید و مسئولیتی که تو ورزش حرفه‌ای خودتون جدا داشتید، میدونستم که سرتون شلوغه، ولی واقعا من فکر میکنم شما هم چون دیدید که بچه ما واقعا عاشقانه داشتیم این کار رو انجام میدادیم، هیچ چشماشی هم نداشتیم، همه جوره میرفتیم. یعنی من اگه اون خاطرات رو بخوام ریز کنم، ما چقدر با آقای عزیزپور ساعت 5 صبح رفتیم پارک لاله که رادیو ورزش که برنامه صبحگاهی رو پخش میکرد، تابلو رو میذاشتیم رو پشت و میبردیم اونجا که بتونه با آدمایی که میان اونجا دارت میزنن، پیاده روی میکنن، دارت میزنن، گفتگو بکنن. یعنی اسم دارت هی بره تو گوش من. همین شد که با آقای احمد فرزی که تو رادیو ورزش بود خیلی جون شدیم، که الان هم هست، هنوز هم ارتباط داریم، که خوشش اومد گفت شما چطوری آخه مسئول دارتی، آقای عزیزپور هم دبیر دارت بود، هی دو تاتون خودتون میرید میایید. گفتم آقا نوپاه، ما اگر قرار این طفل رو بزرگش بکنیم خودمون باید آسینه همت رو بدیم بالا و خودمون با شروع بکنیم. خلاصه اونجا هم خوب فعالیتی داشتیم، تا اینکه بعد از این همه مسابقه که برگزار کردیم و مسابقات کشوری رو اندازی کردیم، مسابقات کشوری که من فکر میکنم تو ایران هنوزش هم نداریم. ما شما نمیدونم، شما برها سابقه ورزشتون به مراتب خیلی بیشتر از منه، به غیر قبل از انقلاب، بعد از انقلاب مسابقه داشتیم که خانوم آقایون در مثلا 20 تا تیم بیان، خانوم آقایون با همدیگه رژه برن که مسئولین باشن، مارش نظامی بزنن، واقعا مسئولین باشن. من شما عرض بکنم یه خاطره من بگم، من نخواستم جلوی موقع حرف زدنتون، اونجا که شما فرمودید تقریبا 4-5 دقیقه قبل که اولین مسابقه خانوادگی، یه خاطره من از اون بگم. ما اومدیم آقای عزیزپور پدر خدا بیامرزش، یادتونه پدر آقای عزیزپور تو مسابقه شرکت میکرد، با اینکه خب از نظر جسمی خب سنش و اینا، بعد
خانوما بچه ها با نوزادا اومده بودن. یعنی شما یه جوی تو دارت پیش آوردید که هر عضو خانواده متوجه اید که بعدم که ما این المپیاد نونهالان و کودکان رو گذاشتیم همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بودید. شما یه حالتی آورده بودید توی اجتماع تو پارکا که همه میتونستن دارت بازی کنن و برای همه من به خیلی بهتون تبریک میگم و اون خاطره بود که شما فرمودید نه واقعا از نظر ورزش همگانی و بعدم ورزش قهرمانی خیلی مسئله بود. اینو من خواستم پرانتز باز کنم. مرسی ممنونم. حالا اون زمانی که ما رفتیم عضو فدراسیون جهانی بشیم مسابقات جهانی هم بود توی استرالیا تو پرت رفتیم یه تحلیل چه در واقع بررسی هم کردیم ببینیم اصلا سطح ما سطح اینا چیه. مسابقات رو نشستیم دو سه روز مسابقه رو کامل نشستیم واقعا عزیز بود دیدیم که ما تو آقایون خیلی سخته برامون ولی زمانبره. یعنی شاید ما یه برنامه 10 ساله باید میذاشتیم برای اینکه آقایون ما به اون سطح حرفه‌ای آقایون تو جهان برسن، ولی دیدیم تو سطح بانوانمون چون خانومهای ما زمینه ورزششون تو ایران کمه این بهشون در واقع امکان بیشتری میده برای حوزه قهرمانی و انگیزش هم 100% دارن، مشکل حجاب هم اونجا ندارن. گفتیم که میتونیم همون روز من بحث از WDF بعد از استرالیا برگشتم ایران تو اولین مصاحبهام توی تلویزیون گفتم که من قول میدم که تو مسابقات مالزی مدال بیاریم. هی ما 2-3 بار اینو گفتیم بعد دیگه دیدم که آقای ما یه روابط عمومی بسیار قوی داشتیم آقای علیرضا مرادی خانم زهرا محمدی فر واقعا این دو تا نازنین دوست داشتنی بودن خیلی به من کمک می‌کردن. آقای مرادی گفت آقای زوری انقدر به مرد به توی رسانه ها مصاحبه میکنی قول نده بعدن همین باعث میشه که ازت بخوام بگن تو چرا این قول رو دادی و نتونستی انجام بدی بذارن کنار. گفتم ببین اگر نتونم انجام بدم خودم میرم، نیازی نیست منو بذارن کنار، من میدونم که میتونیم، بچه ها باید کار بکنن. شروع کردیم اونجا مسابقات حرفه‌ای رو، یعنی بچه ها رو هی دیگه پوش کردیم که تعدادی که بودن. خانم مرجان کاریگر جدی بود که تو دفتر رادیو هم تو دفتر باز میخوام دارت هم کار میکرد بله. اونم بازیکن مستعدی بود که پنجم شد تو آسیا سحر بود. چند تا آقایون بودن که بودن خوبم بودن، بچهای ما آقایون بودن خوب بازی میکردن، ولی خب سطح آقایون همین الانش هم قوی تره تو دنیا بالاتره. خلاصه از تو مالزی که دیگه شما خودتونم حضور داشتید آقای دکتر، با تیم بودید، یادتونه که ما وقتی که رفتیم توی شب قبل از مسابقه که میخواستن توضیحات مسابقه رو بدن، آقای مهندس حسام هم بود که ستایی رفتیم نشستیم توی اون جلسه، یکی از کدوم کشور بود یادم نمیاد، مالزی بود خودش رو شما بود که به حال گفت دارت بلدید شما ها، میشناسید دارت رو. بعد آقای حسام خیلی ناراحت شد گفت چی میگه زوری. گفتم شما گفتی که چیز نکنید، گفت من گفتم فردا میبینیم که خیلی سخت بود این حرفی که اونو زدن و با تمسخر وقتی گفت دو سه نفرم اونجا خندیدن که شما اصلا دارتو میشناسید بلدید بازی میدونید با دست پرتاب میکنن، یه همچه حالتی بود یادتون باشه. که ما فردای اون روز بازی کردیم، نیما قیاسفند یکی از بازیکنهای نیوزلند رو اوت کرد با اینکه مقام نیاورد، ولی اون بازیکن قهرمان نیوزلند نیوزلند بود. یه عکس یادگاری داریم باش که جامو گرفتیم، همون نیوزلندی اومده مصاحبه با ما خیلی افتخار کرده. دقیقاً خاطرم میاد. یکی از بازیکنای تیم نیوزلند بود که تیم بلژیک اونو قادری به هر حال دیما هم 17 سالش بود. ما تیممون کامل انقدر چیز نداشتیم، آدم‌ها قوی نداشتیم، توی انتخاباتی که گذاشته بودیم این در واقع انتخاب شده بود، ولی همون انگیزه داد. امیر مروتی بود بهش میگفتیم بردوزر، کاپیتان بود مازیار مصطفی بود که کاپیتان بعدا رو کردیم دیگه، یه آس هم داشتیم که بعدا رو کردیم دیگه. یعنی واقعا خیلی خوب بود. یعنی امیر بهروزی و سحرم وقتی بازی کرد با نفر سوم جهان ژاپنی بود، همون نفری بود که من و آقای عزیزپور تو مسابقات استرالیا سوم شدن ایشون رو دیدیم که چقدر خوشحال شد ژاپن، چقدر خوشحالی میکرد که یه مدال برنز تو جهان پیدا کرده. سحر 2 سال بعد اونو توی مالزی شکسته که تونست بره برای فینال، که تو فینال به نیوزلند باخت و دوم شد. ولی میخوام بگم حالا اونجا اون کاری که شما کردید و اون تصمیمی که اونجا گرفتیم با هم دیگه که یعنی زمینه‌شو داشتیم که ما بخوایم بریم، در واقع دیدیم که اروپا فدراسیون داره، فدراسیون اروپایی داریم،
یعنی فدراسیون آسیایی هنوزم من فکر میکنم جاش خالی باشه، نداشتیم. که از اون روز اگه خاطرتون باشه چقدر شما زحمت کشیدید که آقای حسام رو به عنوان یکی از مسئولین با عالی رتبه ورزش فرستادید بالای سنگ، فرستادید بالای سنگ که مدال تمام داورای مسابقات رو داد، که اون رئیس فدراسیون ژاپن آمریکایی بود اگه خاطرتون باشه، که چقدر از این موضوع ناراحت شده بود و رؤسای دیگه چقدر ناراحت شده بودن که شما هنوز نیومده سال اولتون رو عوض شدید، تازه یه سال راه انداختید دار تو اومدید اینجا، نفرتون هم بالای سن، پس ماها هم 15 سال 20 سال اینجا خدمت داریم. هندیه چقدر ناراحت شده بود، ولی خب ما این کارو کردیم، شما این کارو کردید آقای بیت. ما با تصمیم گیری شما و اجازه شما و سیاستی که به کار بردیم، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، یه هم در بخش فنی تونستیم به اونا اثبات کنیم که ما دارتو هم خوب بلدیم، هم خوب میتونیم، و مسئولینمونم باید بیان اونجا شریک باشن. از همونجا اونا فهمیدن ایران کسی است که باید بشه. حالا آی دکتر، من برای جوانایی که ببینید، شخصا خودم رو میخوام بگم که من اگر قراری که جایگاه داشته باشه، من با افراد تیمم جایگاه داشته باشم، پوزیشن داشته باشم، قدرتمند باشم. یعنی یه ارتش ضعیف، یه فرمانده هیچ وقت ارتش ضعیف، سرباز ضعیف به دردش نمیخوره، فرمانده ضعیف‌تر به دردش نمیخوره. من اگه خاطرتون باشه همیشه این خصلت رو داشتم، الانش هم دارم. الانش هم تیم ما به که قوی ترین تیمای در واقع رسانه‌ای تو استرالیا تو فارسی زبان. ارتش ما در واقع بچهای ما که بهترین ها بودن که انتخاب کردیم، واقعا از دل و جون کار میکردن. آقای فرزادفر بود، واقعا دوره اول دبیر انجمن بود، کار میکرد. واقعا آقای علیرضا بغدادی بود که همیشه از اون روز اولم با ما بود تو بخش جانبازان و معلولین. چقدر حالا میرسیم بهش که تو جانبازان معلولین چقدر ما کار کردیم و چه برنامه های دراز مدتی داشتیم. اگر اجازه بدید من این لیستشو بیارم که این بچه ها را من بگم اسمشون رو. واقعا حیفه که من توی این فرصت از اینا، حداقل توی این فرصتی که گیرم اومده، تشکر نکنم. اسم کسی اگرم تو چی که میگید اسم کسی جا بیفته، فقط واقعا آره که دیگه سالها گذشته، ولی ما همه اونایی که زحمت کشیدن رو همیشه در قلب ما، در فکر ما، در روح ما، در تاریخ ثبت شده و همشون، از همشون تشکر میکنیم. بله آقای زنجانی پور بودن که آقای حسین زنجانی پور بودن که نایب رئیس بودن. بله ایشون چقدر با انقلاب امکانات رو بله در اختیار بله خیلی از اردوهای تیم ملی رو، خیلی از مسابقات رو اونجا برگزار کردیم. یعنی در واقع عرض کردم تیمی که داشتیم قوی ترین تیم بود. حالا من یه خاطره ای هم از همین تیم قوی و رؤس انتخاب رؤسای هیئت تو استانا میخوام بهتون بگم. خانم عبادی بودن که نایب رئیس بودن، یکی از آدمای قوی سازمان تربیت بدنی بودن، که بین چند نفر من ایشون رو گفتم که من ایشون رو میخوام. با خودشون هم رفتم اصرارم کردم که شما باید بیاد تو انجمن دارد. خانم عبادی در یه برهه اگرم هنوز الان نفر دوم کل وزارت ورزش هستن. ورزشه. بله. نفر دوم تو ورزش بانوان. اون موقع نایب رئیس شما، یعنی بانوانتون همچه قدرت هایی داشتید شما. دقیقاً. ببینید حالا اون موقع که خانم عبادی اومد اونجا، ما زی حساب که در واقع هزینه‌هاش هم شخصی پرداخت می‌کردیم و بعضا هزینه هم نمی‌گرفتن، چون می‌دیدن چقدر بچه‌ها با عشق کار می‌کنن. زی حساب ما با اینکه پولی از سازمان تربیت بدنی نمی‌گرفتیم، ولی خودمون یه زی حساب از کسی که زی حساب سازمان تربیت بدنی، زی حساب انجمن دارت ایران هم. یعنی هر روز حسابداری ما، یعنی اگر هر روز میخواستم در دفتر انجمن بیام ببندن، میزدم تو کامپیوتر حسابا صاف و شسته و رفته که چقدر اومده چقدر رفته، با اینکه پولی از اونها نگرفتیم، ولی شسته رفته بود که چقدر داریم، چون حساب مستقل داشتیم، حساب بانکی مستقل داشتیم. ولی من الان وظیفه خودم میدونم از سرکار خانم لاله عبادی که اون زمان واقعا یه شیرزن بود و خانوم ها رو سپورت کرد، اگه کمک ایشون نبود نمیتونستیم ما یک تیم رو با ترکیب پسرها و دخترها ببریم مسابقات مختلف، مخصوصا هلند. ایشون واجزاد پشت ما و واقعا دید که دارت میتونه و عالی بود، رو سفید هم برگشتیم. یعنی ایشون عالی بود، بروش و تمام نمیذاشتن، شما میدونید. من افتخار میکنم به این شیرزنانی که واقعا برای حق خودشون
و حق ورزش ایران و مخصوصا خانوم ها اونجا از اعتبار خودشون کپون خودشونو میسوزوندن که ورزش بره. و من اینجا از ایشون تشکر میکنم. ایشون یک پهلوان زاده است چون پدرشون باستانی کار بودن و من خیلی ارادت دارم خدمتشون. از اینجا به سرکار خانم عبادی من سلام میرسونم و میگم واقعا کارتون خیلی درست بود و من تشکر میکنم. شما میدونید چه زحماتیشون کشیدن. دقیقاً. آقای افرومن بود، علی اصغر افرومن، کمیته داوران، که واقعا دلسوزانه کار کرد، واقعا ازش ممنونم. ما یه بخش دیگه هم داشتیم، حالا اول این خاطره رو بگم بعد اسم این نفر بعدی رو میخوام با اون خاطره بگم. ببینید تو بحث این بود که انجمن باید قدرت داشته باشه. من زمانی که در حال به ما هیچ دفتری ندادن، ما توی خیابون جمهوری واحدی رو اونجا آماده کردیم، دفتر انجمن شد اونجا، همش با چیز شخصی خودمون. بعد وقتی که میخواستیم رؤسای هیئت‌ها رو انتخاب بکنیم، گفتم که شرط داره، سه تا شرط گذاشتم برای اینکه رئیس هیئت باید این ویژگی رو داشته باشه: یا باید پولدار باشه، یا باید قدرت داشته باشه، یعنی عاشق ورزش باشه و بتونه خودش کار انجام بده و ارتباط داشته باشه، یا اینکه اگر مدیر کل معرفی میکنه باید ساپورتش بکنه همه جوری. من اسم نمیارم ولی دو سه تا از مدیر کلا برای من نامه فرستادن که مثلا فلانی رو معرفی می‌کنن. گفتم من با جلسه بذارم باشون، که یکیشون هم بهش برخورد. گفت یعنی چی با جلسه؟ گفتم دقیقاً من با جلسه، اگر جلسه بذارم که ببینم واقعا این رو می‌خواد بکنه دارتون، فقط به عنوان اینکه من رئیس انجمن هیئت دارت مثلا فلان استانم می‌خواد استفاده کنه، نه، ما می‌خوایم توسعه بدیم این ورزشو، ما می‌خوایم دو سه سال دیگه دارت جایگاهش بسیار قوی و بالا باشه. من یه اشاره کوچیک بکنم، دیدگاهتون واقعا کلیدی بود. یعنی من اینجوری فرمولش میکنم: برای پیشرفت دارت در هر کدوم از استانها باید ضعف مالی نداشته باشه، منظورتون پولدار باشه، یعنی ایشون به قول ضعف مالی نداشته باشه که اون جلوی کارش نگیره، روابطش خیلی خوب باشه در سطح استان و با دیگران که برای اسپانسرشیپ بتونه راههای خوبی در میاره، و یه آدم مدیری باشه. دقیقاً این سه مسئله رو اینجوری که شما فرمودید، دیدگاه عالی. خب که خوشبختانه مسئولین هیئت‌های ما واقعا همشون قدرتمند بودن، هر کدوم تو جایگاه خودشون قدرتمند بودن. یعنی حالا من اسم نمیخوام بیارم، یعنی واقعا عاشقانه کار میکردن و حتی هیئت رئیسه‌ای که داشتیم، بازم من اسم اون عزیزان رو نمیارم، اونها هم همینطور. یعنی اونها هم وقتی میدیدن ما اینقدر عاشقانه کار میکنیم، من تلفنم 24 ساعته روشن بود، یعنی میگفتم بچه‌ها اگر مسابقه‌ای دارید چیزی دارید، نصف شبم بود که بارها به من، از حتی از لرستانم به من زنگ می‌زدن ساعت 2 نصف شب، آی زوری اینجا داره دعوا میشه جدول اینطوری، ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، میگن این فلان، حل می‌کردیم موضوعی که نمی‌ذاشتیم که در واقع حاشیه به وجود بیاد، که یه موقع تیتری تو روزنامه داشته باشیم که دارت حاشیه درست کرد. یعنی همه این زو جلوش گرفتیم، تیم خیلی قوی داشتیم. حالا تو نفر بعدی که می‌خواستم میگم فرزین هوشمندی بود، که با خانومش خانم اسکندر خیلی کمک کردم. فرزین هوشمندی بخش کمیته انفرماتیک انجمن دارت بود. ما هی عضوگیری میکردیم که یه بار منو احضار کردن به سازمان، رفتیم گفتیم که آقای علی آبادی گفتید به زوری بگید بیا، چندین بار منو خواستن اینجوری، یعنی هی زنگ میزدن آقای علی آبادی گفتید سریع بیا اینجا، گفتیم یا حسین چی میخواد بشه؟ آره شما هر جا میری میگی 1,000,000 عضو داری، فلان داری، لپتاپم هم تو گیفم بود. گفتم آقا داریم. گفتش که چی رو 1,000,000 عضو داری؟ گفتم آقا داریم شما اینا، این لپکوف این 1,000,000 عضو. گفتم آره شما عدد بگو. گفتم شما عدد بگو تا 1,000,000. فرزین هوشمندی نشسته بود، همه رو کلاسه کرده بود، مثلا هر مسابقه خانوادگی که برگزار میشد ما اینا رو ثبت میکردیم، مثلا تو استان لرستان به همه هیئت‌هام گفتید این لیستا رو برای ما بفرست، اینا میفرستادن. واقعا 1,000,000 ما نزدیک به 1,000,000 شدم بیشتر عضو داشتیم، عضو انجمن دارت داشتیم. یعنی طوری شده بود که اصلا تو انتخابات سر ما دعوا بود که ما 1,000,000 رأی داریم. تا اون وقت که خیلی از طریق دارت شدن مسئول همگانی استانشون. بله بله، من چندین مورد یادم. اینا رو کاری بود که فرزین هوشمندی کرده بود، که این 1,000,000 نفر رو آورده بود، در واقع لیست کرده بود و اینا رو شماره داشتیم. مثلا آقای فلانی 62 ساله در مسابقات نمیدونم شهرستان فلان مثلا مقام دوم، یا نه هیچ مقامی نیاورده، مثلا خانم فلانی 13 ساله، ببینید
کلاس تو بعد شروع کردیم کلاس های توجیهی، یعنی برای همه اینا کلاس هر مسابقه داشتیم قبلش دو تا سه تا کلاس توجیهی فشرده، بعد کسایی که میخواستن طولانی تر بیان از طریق غیرت ها انجام میدادیم. یعنی این کارا کارهای کوچیکی نبود که انجام شد برای یه ورزشی که در عرض یک سال یوهو دیگه از جای خودش بزرگ شد، در واقع در اومد. من یه خاطره دیگه میگم، یکی از مسئولین همین فدراسیون ها، ما هر سال ما جلسه میذاشتیم، جلسه ای که به حال هیئت های استانی میومدن تو جلسات ما، خیلی با درگیر بودیم. ببینید من جایگاه دارت رو نمیخواستم ضعیف بکنم، دوست داشتم دارت قدرتمند باشه، تیمم قدرتمند باشه، بازیکنم قدرتمند باشه. میگفتن اینا کمیتن، من میگفتم نه اینا انجمن دارتن، ولی حالا چون خیلی فشار میارید اینا هیئتن، کمیته نیستن. ما چون خودمون به تنهایی با همه مدیر کل میرفتیم صحبت میکردیم، اینا هم ناراحت بودن که تو اصلا چطور میریم، تو با من برم صحبت کنم مثلا بهت اجازه بدم بری پیش وزیر بری من، ولی خب گوش نمیکردیم با این چیزا رو، ما کار خودمون رو میکردیم. با اون فدراسیون تیر کمان هم سر همین موضوعات ما به مشکل خوردیم که آقا تو لیوانی، من پارچم بودم، آقا من لیوان نیستم، من دریام، اصلا دلم دریاست، میخوام کار کنم، میخوام این ورزش باید توسعه پیدا کنه. پول که نخواستیم. آقای دکتر دهنار، من چندین جلسه با آقای علی‌آبادی داشتم، یک بار نگفتم که من پول میخوام. هر دفعه رفتم یه دونه کتاب بردم، گفتم این عمل کرده این سه ماه همون دو ماه همون، حتی اگه احضار میشدم یه چیزی با خودم میبردم، بعد میگفتم که حتی اگر پولم میخواید بگید من بدم. به خدا قسم آقای احسان میگفت خیلی جسارت داری صحبت میکنی با علی‌آبادی. آقای مهندس احسان که واقعا انسانی بود که خیلی هم حمایت طلب دار، به من گفتش که حالا شما یه میلیون چیزا رو، گفتن که آقا عدد بگید میذارم همه رو در میاد، تموم شد دیگه اومدیم بیرون. از این اتفاقا زیاد افتاد، یعنی یک بار حالا یه بار دیگه منو خواستن، گفتن که تو تیمتو بردی. من خانم فاطمه غفوری همسر من بود، سرمربی تیم بود، سحر دخترم. ببینید ما دارت رو از خودم بچه بودم دارت داشتم بازی میکردم، یعنی یکی از علایق من بود. نداشتیم فدراسیونی انجمنی، وقتی که عزیز برو دیدم که مشتاق این کارو بکنه، منم اشتیاقم تازه اون موقع شکوفا شد، گفتم بریم من هستم که این کارو کرد، آشنا بودم با دارت. گفتن که آره شما رفتید اونجا و بس نمیدونم چی، گفتم که آقا ما دو هفته پیش رفتیم. آره تو من فلان، گفتم آقا میگه من سازمان پول گرفتم، پولش خودم دادم. گفت نه دخترتو بردی تو تیم، هزینه کرد. گفتم اینا انتخابی تیم ملی داشتن، اصلا من دخالتی نداشتم، کسای دیگه چیزی نیستش که بخوای قایم کنی، ضربه دارتو پرتاب میکنی، امتیازاتو جمع میکنن، نمیتونی 20 تا بگی 30، 30 رو بگی 50، چیزی که هست. بعد گفتم دو هفته از این تاریخ گذشته. گفت چی شد؟ گفتم سهر نقره گرفت تو آسیا. یو جا تموم خوردم. حالا گفتم باید چی شد؟ ببخشید اینو پرونده رو گذاشتن که اینه که واقعا خیلی راه طولانی رو داشتیم میرفتیم، و توی هر سازمانی هم که میرفتیم خیلی با آغوش باز میپذیرفتم ما رو. حتی تو رسانه، جام رسانه هایی که ما گذاشتیم توی اسکای توچال، جام رسانه، همه خبرنگارا چقدر هزینه اون کار شد که ما بتونیم این همه تجهیزات، پنج توچال اسکای شماره پنج توچال، این همه تجهیزات رو ببریم اونجا نصب کنیم که همه رسانه های کل کشور بیان اونجا. اونایی که تونستن همه اومدن با یه تجربه بسیار عالی. من در مورد اون فعالیت هایی که شما داخل ایران کردید بهتون میگم، من هیچ انجمنی رو ندیدم که اینقدر جذب بکنه خانواده ها رو و اینقدر مخاطب داشته باشه و در این مدت کوتاه. البته ما کارهای دیگه هم ورزش همگانی میکرد، ولی این به نظر من ارگانیزیشنش اونجوری نبود که برفرض شما یه ماشین پیکان بذارید یه روز جمعه بگید که مثلا بیایید شرکت کنید تو راهپیمایی،
یه شماره بگیرید درست، بعد شمارتون در بیاد مثلا این پیکانه مال شما، یعنی همچین حالت انگیزشی داشته باشن اینا، اون بوده در راه به مایی بزرگی خانواده. ولی خب به نظر من برنامه ریزی شده افراد بیان خودشون ورزش بکنن و در دارت باشن، پارک‌های مختلف و اینها، واقعا شما زحمت کشیدید. حالا من به نظر من اگه من مسئولیت ورزش در اون زمان داشتم، یه چارچوب برای شما میذاشتم، میگفتم ببینید پول از من نخوا چون نداریم پول بهت بدیم، ولی کمکت میکنیم اگه داشتیم. یه سری مسائل سازمانی هست، اینا رعایت کن تو اعزام‌ها، متوجهی؟ و باید رعایت بکنی، بهت اعتماد داریم، دستتو باز میذاریم، ولی اینا کارا رو نکنی بعدا باید جوابگو باشی. و میگفتم آقا برو فعالیتتو بکن تو چارچوب آموزشی طبق چیز. ولی متاسفانه اونجور که شما گفتید بعضی موقع ها ممکنه اون زیر مجموعه یه مقدار قدرتمند بشه، متوجه اید؟ و من یه حرف خوبی آقای علیپور به من زد، فکر کنم شما هم بودید، آقای علیپور اون موقع رئیس ورزش همگانی بود، مسئول بود، خب یکی از این شهرستان ها اومده گفته آقا این توپای فوتبالی که شما دادید به اینا، متوجه ای؟ الان هم حسنی حسینی و برده داده به پسر خالش و فلان و الا و بلا و اینا پارتی بازی میکنه. برگشتم بهش گفتم خب مرد حسابی، ما توپای فوتبال رو داده بوده یکی استفاده کنه، دمش گرم، داده اونو چیکار میکنه فکر میکنی؟ اونا داره استفاده میکنه یعنی؟ گفت آره داره استفاده میکنن، ولی خب تا میتونید بدید به مردم، ما آوردیم که یعنی چی؟ یعنی ورزش رو جلوشو نگیرید. حرف خوبی زد و شما این کارو میکردید و واقعا برنامه زیادی میکردید. حالا دکتر این بحث داخلی و یه مقدار ادامه بدید، ولی کارهای خارجی برون نرید. الان میخوام بگم الان میخوام برسم که دوستان بدون تا چه مراحلی ما رفتیم. ببینید ما اصلا تو داخلش یه جاهای خیلی عالی رفتیم که دیگه همون روزایی بود که دیگه طاقت نیاوردن اون عزیزانی که به هر حال اسم نمیارم که میدیدن که ما با قدرت کار میکنیم دیگه. ما کارامونو میگیم، ولی خود آقای علی‌آبادی، من جلسه‌ای که باش داشتم گفتم که آقای علی‌آبادی هر وقت دوست داشتی به من که پول نمیخوام، ولی اگه شما چیزی خواستی به من بگو. گفت که ایشون گفتش که دارت تعلیه کن تو همه سالونای ورزشی مدیران اینجا. گفتم بعد ما خدا میخواستیم، یعنی ما دقیقا چیزی که اینشون از ما خواست ما به در واقع زیر مجموعهشون میگفتیم بدیم. یعنی ما اومدیم تمام اتاقای سازمان تربیت بدنی کشور رو تجهیز کردیم به دارت با هزینه خودمون. یعنی دیگه هر مدیر دقیقا کاری رو کردیم که هر مدیر تربیت بدنی از هر سازمانی و هر شهری می اومد اونجا، از هر کشوری می اومد، یه دار تو تخته دیوار با چهار تا تیر میدید، با بکبردش میدید، اصلا همه چیزش یعنی چیزی بود که ما میخواستیم. خب همه اینا هم رایگان میدادیم، یعنی ما تجهیزمون رایگان بود. تو بحث بین‌الملل همون اتفاقی که تو بحث جانبازان که آقای بغدادی جلساتی که داشتیم مسابقه لیگ شروع شد، ببینید من یه یادی هم از فاطمه حسین‌پور بکنم، خانم فاطمه حسین‌پور که واقعی که از قهرمانان جیمناستیک بود که به هر دلیل صدماتی که تصادفی که شده بود، کمکاری که مربیش کرده بود، ایشون نقص عضو میشه، نقص قطع نخاع میشه و ویلچر، الان هم تو انگلستان تحصیلات عالی هم داره و خیلی هم خانم خوب و ارتباط خوبی هم داره. کرج بودن درسته؟ بله بله کرج بودن. ایشون به من انگیزه 100 چندان داد، نه 2 چندان، که رفتیم ایشون رو دوباره دپرشن داشت آوردیم تو ورزش و بردیمش تو ورزش داد، اونجا انگیزه ای پیدا کردیم. ما وقتی لیگمون رو برگزار کردیم گفتم من دلیلی نمیبینم که جانبازا و معلولین که لو ویلچرن و میتونن با دست پرتاب کنن تو تیمای اصلی ما حضور نداشته باشن، میتونن تیم بدن با همه ما بازی کنن، اصلا دلیلی نمیبینم که اینا رو جدا کنیم از هم دیگه. چرا جدا کنیم؟ نمیدونید آقای دکتر چقدر اینا خوشحال شده بودن. یعنی ما چندین لیگ برگزار کردیم که اینا تیم داشتن، قهرمانی کشور اینا تیم داشتن، می اومدن تو لیگا، می اومدن تیمشون بازی میکرد، اصلا میرسید به جایی که تو گیلان یادم نمیره که با ویلچر، اسمش فراموش کردم که اسم این عزیز جانبازی که نشسته با ویلچر، آقایشون 180 رو به راحتی میزد. اصلا یعنی
خود من ذوق میکردم وقتی اینو میدیدم، چون اونم انگیزه پیدا کرده بود. تفاوتی بین با بچهای که اونجا تیم ملی هم بودن اصلا بعضی از بچه‌ها نمیدیدین توشون، انقدر با انگیزه کار میکردن. ببینید اینا قدرتی بود که دارت داشت، یعنی قدرت داده بود. حالا من اونو می‌خواستم بگم، یکی از همه مسئولین توی جلسه‌ای که من داشتم توی هیئت رئیسه، همه هیئت‌های استانی رو دعوت کرده بودم، اومد که خیر مقدم بگه. گفتش که البته من خیلی خوشحالم که شما همتون اومدید، شما البته کمیته هستید و از همتون میخوام که دیگه نگید هیئت، بگید ما کمیته های توی استان ها هستیم. من حرفشون رو قطع نکردم، گذاشتم حرفش رو زد. وقتی حرفش تموم شد گفتم که عذرخواهی میکنم، اینها همشون رو اعضای هیئت ما هستن و هیچ کدومشون هم اجازهشون رو از فدراسیون نمیگیرن. این منم که در واقع به عنوان دستور عمل اگر بخواد صادر بشه دستور عملی صادر میکنم که اینا اسمشون رو عوض بکنن. اینا باید انجمن باشن، نهایتا شدن الان هیئت. من بهشون میگم هیئت، اینا رؤسای هیئتن و خودشون هم با مدیر کلا، یعنی همونجا با قدرت صحبت کردم، چون من تیم میخواستم کار بکنم آقای دکتر. یعنی کاری که ما کردیم، شما خودتون بودید، ما چقدر سمینار رفتیم که وقتی که ما رو میدیدن اصلا رؤسای فدراسیونای دیگه شاید میگفتن آ بابا اینا کیان که آقا اینقدر اینا رو تحویل بگیرن. ما جایگاه داده بودیم به این رشته ورزشی، با فدراسیون بسکتبال کار میکردیم، با همه فدراسیون ورزشی رزمی کار، یعنی بهشون تو تیم، ما تو اردوی تیم ملی فوتبال هم حضور داشتیم، تو اردوی تیم ملی بسکتبال هم حضور داشتیم. شاید همین ایرادمون بود آقای زوری. ببینید آره، ببینید ایرادمون ما زمان و مکان و همه چی جلوتر بودیم، یه موقع تخگاز رفتیم و کار خوبی کردیم، ولی بعضیا اینو، من یه مثال کوچیک براتون بذارم. آقای دکتر شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، یکی از دوستای صمیمی من که واقعا مرد شریفی بود، ایشون زمانی که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بود، غیر ممکن بود تو جرایه، تو روزنامه، تو تلویزیون، انقدر ایشون برنامه ریزیش درست بود که خبری از کمیته انضباطی و برنامه ها و نمیدونم تخلف ها و اینا نباشه. ولی چون انقدر قوی عمل میکرد و قانونمند بود، آقا گفتن تو رو خدا برو. شما الان یک کلمه، ببینید یک کلمه راجع کمیته انضباطی فوتبال نمیشنوید. ببینید تو اینترنت اون موقع که شریفی بود یا حالا این مثلا هست که ما شاید نمیگم ما اشتباه کردیم، ولی من خودم آدمیم فقط میتونم با آدمای قوی کار کنم، با آدمایی که خوب کار میکنن و پیشرفت میکنن اجازه میدم برن جلو. ولی خب بعضی موقع ها این به این صورته. من میدونم ما این مسائل رو خیلی داشتیم، من دقیقا درک میکنم این مسئله رو، ولی قدرت ما، حالا من باید بگم قدرت ما اون موقع توی سازمان تربیت بدنی شروع، ما که در میومدیم بالا نمیدونم سراغ مسئول ببخشید و فدراسیون اینا، ما میرفتیم مستقیم رأس هرم، اولین فرد ورزش همگانی که 36 تا 40 تا 50 تا فدراسیون یا 100 تا رشته ورزشی شاید 200 تا زیر دستش بود و همیشه هم درش به روی ما باز بود. چرا؟ چون با اخلاق خوب و این دارت معتادش کرده بودیم. آقای اینا اومدن، آقای مهندس سام کرد اینجا سلام میکنم. اساسنامه ورزش همگانی شما خاطرتون هست، 4 نفر از دارت بودیم اونجا که اساسنامه برای کل کشور رو داشتیم مینوشتیم. شوراش رو دقیقاً تو شوراش بله گفتن که آقای دکتر دناد و جناب زوری اومدن اون چیزش، بعد یه مدیر کلی کسی اونجا بود اینا یا رئیس فدراسیونی، بعد میگفت که الان، بعد میگفت که بیاید تو حالا اون بنده خدا وایستاده، بعد میگفتش که خب شروع کنیم به دارت. یعنی چی؟ یعنی پاشو به اون بنده خدا پاشو. بعد بازی میکردیم، بعد بهش میگفتیم مهندس ما از تو اینا میخواییم. خیلی هم شوخه ایشون، ایشون هم شیرازی خیلی محمد، میگفت که اگه بردی همین الان به نخوده امضا میکنم، اگه من بردم نهار و شام و میری بعد میشینی با هم میخونیم به شوخی. بعد دیگه اینجا چلچل بود، یادش به خیلی چه دورانی بود. واقعا خیلی قدرت داشت و
خودمون این قدرت رو در واقع حفظ میکردیم، به وجود میآوردیم. من میخوام به جوانایی که الان کار مدیریتی میکنن، یه موقع این صندلیو خودت باید درست کنی. اگر یه صندلی من با قدرت درست کردم اونجا، بعد از من یکی اومد اونجا، باید خودش اون جذبه رو، اون مدیریت و جذبه رو، اون چیزو شمو داشته باشه. اون صندلی قدرت درست نمی کنه برای تو، تو برای اون با اون صندلی تو باید قدرت بندش بکنی. ما اینو میدونستیم. شما حضورت نمید خوبه، ولی ببخشید الان یه تست میکنم. کدوم ورزش در ایران، در تاریخ ایران، کدوم ورزش الان خواستم بگم در میدونم چی میخوای بگی. وزارت ورزش در محل وزارت ورزش، یعنی اون موقع که سازمان تربیت بدنی بود، تمام کارمنداشو آورد و مسابقه انجام شد که حتی خود رئیس و خود معاونینش هم بودن و اومدن خود رئیس تربیت بدنی هر سال برگزار میکردیم، جایزش هم خودمون میدادیم که همه بیم. حالا اون آقای دکتر، حالا اون که بازم کوچیکشه، کدوم ورزش سازمان ملل اومد براش پیام فرستاده؟ آها ببینید، من خاطره رو گفتم، حالا شما تعریف کنید. چون که ببینید حالا از کجا شروع شدیم، سر پوستره شروع شد دیگه. اینو در شما بگید که چی شد که رئیس ورزش سازمان ملل. حالا خدمتتون میگم، حالا خدمتتون میگم اصلا چی شد که این طرح اومد. این آقای عزیزپور گفتش که اومد طرحشو داد، که این طرح هستش و ما میتونیم این کار انجام بدیم. در رابطه با اسمش هم بگید که دوستان دارت کودکان اون موقع اسم نداشته بودیم، همون زمانی که آقای عزیزپور گفت، بعد برایش اسم بود. طرح بود، اولمپیاد شد، اولمپیاد دارت کودکان زیر 7 سال، درسته؟ خب ما این رو گفتیم انجام بدیم. خیلی جالبه، 60 تا تیم حضور داشتن، 25 تا تیمش آقای دکتر مال خیریه بودن، هزینه‌ش رو انجمن دارت پرداخت. عین این 25 تا مینیبوساشون رو اجاره کردیم، لباسای تیم رو گرفتیم، دارت بهشون دادیم، مربی فرستادیم بهشون آموزش دادن، هزینه مربی‌ها رو هم دادیم. حالا من اینجا پرانتز باز کنم، دارت مغناطیسی، دارت مگنت، من خودم که تراشنیدم گفتم آقای ظهوری بچه های کوچیک دارت، گفتید نهایی تو دارت مرمسی، گفتم خدا برسی. ببینید حالا من یه پرانتز باز کنم، یه روزی بود، من هنوز این جراید رو خدا حفظش کن، آقای مرادی رو مدیر روابط عمومی مونه و خانم محمدی فرو میگفتن که به من میگفتش که همیشه کاری که شما میکنی، من سابقهش خیلی زیاد بود تو ورزش، گفتش که این همه این کارا رو من، یعنی اون این کارا رو انجام میداد، میگفت من اینا رو میکنم چندین جلد، چون اینا رو ابی میبرن این اسناد، شما خیلی داری کار میکنی، بفرستیم یه دونش تو کتابخونه ملی، یه دونش کتابخونه کمیته ملی المپیک، یکیش تو کتابخونه سازمان تربیت بدنی، یکیش دست خودت، یکیش فدراسیون بده. چند تا جلد میزدیم که الان اگر دوستان برن کمیته ملی المپیک تو کتابخونهش قطعا هست، چون کتابا ماندگار بشه که شما چی کار کردی. یعنی اون این کارا رو واقعا زحمتش رو میکشید و خیلی هم منظم و قشنگ صحافی شده. من به خاطر همین آقای علیپور، آقای علی آبادی، یکی از رؤسای فدراسیون به من گفت بابا اون کتابا رو تو هر دفعه میری به این میدی، میره میکوبه تو سر ما که چون میای اینجا پول میخوای، اون برای من گزارش کاری میاره، تو میای اینجا من میگی پول بده، بعد یه دونه از اونو بردار بیار حداقل ما بدونیم شما هم کار کردی. خب این برای من خوشایند بود دیگه، خوشحال میشدم، گفتم علیه تیم قبلی دارم من، بچه‌ها واقعا زحمت میکشن. این پرانتز رو بگم، روزنامه ایران یه روز مقاله زده بود که ما اوایل بچه‌ها والنتیر میومدن، یعنی در واقع پولی نمیگرفتن برای کمک به دات روزای اول، ولی من به همشون قول دادم که این دات یه زمانی اقتصادی هم میشه، یعنی میشه یه صنعت برای خودش، که دیگه روزنامه که ایران نوشته بود تو ایران ورزشی که درآمد داورای دات از داور لیگ برتر بیشتره. خب این برای من خوب بود، میدونی بچهای ما اون دیگه اون موقع خب بچهای ما پول میگرفتن دیگه برای داورا، اون موقع زمانی بود که داورا در حال اون پولی که میگرفتن از پولی که مربی داور لیگ برتر بود بیشتر بود.
بچه ها میگرفتن، برای هر بازیشون انقدر میگرفتن محاسبه میشد بهشون پرداخت میشد و همه اینا هم در واقع درآمدی بود که خود ما. ببین آقای دکتر، حالا من اونو بگم بعد آخرش هم میخوام یه بحث کارشناسی بکنیم که اصلا به نظر من اشتباه است که ورزش توی هر کشوری دولتی بخواد بشه. خوب من همین رو با آقای علی آبادی میگفتم، گفتم آقا من اگه ارزش نداشته باشم مدیریت کنم، پول در فدراسیونم در نیارم، اسپانسر پیدا کنم، اصلا نمیتونم این باعث پیشرفت این ورزش بشم. که اومدم فقط یه صندلی داشته باشم و اینجا به هر حال برم بگم آقا مثلا یه دو تا عکس بندازم، یه جایی برم جلوم دلاراس بشم، یعنی خب من دنبال این نبودم. چون داشتم اونا رو برای خودم. یه سازمان ملل داشتید میگفتید. آره شما میگفتید. بله. آره خلاصه این گفتم که آقا اسمو که بخشامشو آماده کردیم و فرستادیم برای همه مهد کودکان. که برای مهد کودکایی هم که در واقع سفرهای بار سفارتخونه ها بود فرستادیم، دیدیم تیم شد نزدیک 60 تا با اون 25 تا در واقع مثلا آمنه و اینا، اونا همه رو هزینهاشو خودمون دیدیم. ما آمدن شما میدونید یه آقای اون ترافیک ایرانو به اصلا تهران و ترافیک و وضعشو خراب کردی. میدونی رئیس راهنمایی معاونش رفیق من بود و آقا دقیقاً راهنما ببین ما چه اونجا هیئت داشتیم، همه اینا با ما مچ بودن. یعنی بعد که این طرحشو که نوشتیم یادتون باشه این جلسه با هم داشتیم تو، گفتم آقای دکتر بعد شما خودت یه بار گفتی که میخوای مثلا سازمان ملل بده، گفتم آقا من دیگه همون دیگه اینجا شو من بگم شما یه پوستری تهیه کرده بودی. آره ما تو جلسه وقتی که پوستر آوردید همیشه با من هماهنگ می‌کردی. خب من دیدم شما یه بار به من گفته بودی که ببینید آقای دکتر شما وقتی به من گفتی که میخوای باشه، من گفتم تمومه آقای دکتر دینا دیگه میگیره. یعنی من چون خصوصیت شما رو میشناسم چیزی رو علکی بیان نمی‌کنی. گفتم آقای عزیز بود بزن لوگو رو، یعنی پوستری که می‌خواست طراحی کنه، گفتم لوگو رو بزن. وقتی زد اومدیم گفتم آقای دکتر لوگو رو زدیم شما جا خوردی. گفت هنوز اتفاقی نیفتاده. گفتم نه، حالا تو این شرایط شما هماهنگی‌هاشو کردید، دستتون هم واقعا درد نکنه. یعنی من هنوز ورزشی نداریم که سازمان ملل متحد براش بیانیه ارسال کرده باشه، اونم کی بیاد بخونه؟ سفیر سوئیس که هفته قبلش بسته نمیدونم از آقای احمدی نژاد باش جلسه داشت، بسته که برای دولت آمریکا میخواست، چون حافظ منافع آمریکا بود، داد به سفیر سوئیس که ببره آمریکا بده به آقای نمیدونم اون موقع کی بود، حضور ذهن ندارم، بده پرزیدنت آمریکا آقای آدولف اوگی که ایشون رئیس به اصطلاح مشاور عالی اون موقع آقای کوفی انان و مسئول ورزش سازمان ملل بود، قبلا ایشون رئیس جمهور سوئیس بود و وزیر ورزشش و پستای دیگه داشت، ولی خودش ورزشکار خیلی بزرگیه و تو آیوسی و اصلا علت آیوسی که اومد اونجا و همه تو لوزان اینا با کمک ایشون بود. بعد ایشون دوست صمیمی من بود، سفیر سوئیس هم که من خوب میشناختم، رفتم به سفیر سوئیس گفتم باید به آقای اوجی بگی که از اون پست سازمان ملل که داره برای افتتاحیه پیام عالی بفرسته، ولی چون خودش دیگه الان زمان کوتاست که نمیتونه بیاد اینجا، حالا ما اینجوری گفتیم چون پاشه بیاد اینجا خودت هم باید بخونی. گفت دکتر چی میخوای از من؟ گفتم ببین خواستم دیگه تموم، بند خدا شبونه رفت پیامو کارا رو پیامو گرفت، عکسشو درست کردیم فلانو کردیم، خودشم اومد کن و چقدر عالی بود، چقدرم تشکر کرد. بعد اون خود رول فرایس هم رئیس فدراسیون جهانی دارت هم پیام فرستاد. دقیقا. حالا ببینید جالب اینه که من بابت همون موضوع هم احضار شدم دوباره به میرن مجلس به سازمان تربیت بدنی. برای این که آره اگه خاطرتون باشه من نامه زدم، ما همه کارامون رو قاعده و قانون انجام میدادیم، یعنی هیچ کاری رو انجام میدادیم ولی اطلاع میدادیم، نمیگفتیم که اجازه میدید انجام بدیم یا نه، مطلع میکردیم بس فلان جا بره مطلع. آره ما برای آقای علی آبادی نوشته بودیم که آقا ما فلان روز میتونیم و سازمان ملل هم پیام قراره بده و قرار شده که آقای سفیر سوئیس هم بیاد اونجا پیام رو قرائت بکنه. ایشون وقتی من باش حضوری رفته بودم پیشش قبل از اینکه بعد اجرا بشه این برنامه، به من در واقع
با سلام مجدد. ما اینقدر مشغول صحبت بودیم و اینقدر صحبت ها شیرین بود، دیگه به قول معروف برنامه از یک ساعت گذشت و مثل این که اون یک ساعت بود. من خیلی معذرت میخوام، دوباره من دعوت میکنم از جناب ظهوری جمع ما بپیوندن. جناب ظهوری بابا یه ساعت گذشت. آره اصلا من فکر نمیکردم. ماشاءالله من صحبت کردم اصلا زود گذشت. من فکر کنم دوستانم کم خسته میشن، به هر حال خستهشون نکنیم. یکم خلاصه تر بگم من یکم اینجوری که به هر حال چند تا اتفاق خیلی قشنگی دیدم از خاطره شیرین دیگه هستش که میخوام بگم اگه اجازه بدید. تو بحث همین کودکان زیر 7 سال بودیم که المپیک کودکان زیر 7 سال بودیم که خیلی باشکوه بود. آقای علیبادی گفت چرا نگفتی؟ خلاصه گفتیم آقا اطلاع داده بودیم و چقدرم باشکوه برگزار شد و همین رقابت‌ها اگه خاطرتون باشه وقتی رفتیم هلند توی کنگره هلند حضور داشتیم، بزرگترین رویداد ورزشی دارت جهان شناخته شد. هنوزم مثلا که توی سایت هنوزم رو سایتشون بله که نوشته که از سازمان ورزشی که از سازمان و اینها این بحث سازمان ملل رو بهانه‌ای کرده بودن که توی در واقع اون می‌خواستن که یعنی تلاش می‌کنن که المپیکی بشه. یکی از دلایلشون اینه که این ورزش سازمان ملل بهش پیام داد و اون کارو ما کردیم براش. خب ببین اینا همه افتخاری که برای در حال ایران بوده. و یه قسمت دیگه هم میخوام بگم، من یه روزی آقای علی‌آبادی منو دوباره احضار کرد، گفتیم آقای خدا دیگه شما غلب به بهانه دارت هر دقیقه میرفتی پیش آخه احضار میشدم، گفتش که آقا شما رفتی. یه چیز کوچیکی بهتون بگم، من یه بار از سوئیس اومده بودم ایران و پیام داشتم از دوستان آقای علی‌آبادی یا رؤسای کمیته ملی المپیک و اینا، بعد خدمتتون عرض کنم که و نمیدونم با شما رفتیم با کی بود یادم نیست، در حال رفتیم و من باش درش بودم، منو میخواست گفت میخوام ببینم چون میدونست من تو سوئیس و آی او سی و کس و دادگاه بین المللی و فیفا و اینا خلاصه 30 و چند ساله میشناسم. بعد رفتم پشت درش موندم، اونو دعوت کرد و از من بعدا منم عادت به پشت در نشستن ندارم، بعد عادت شده من با هم اینطور بودیم بیم آقا هیچ نشستیم با هم دیگه پشت در کسی. بعد دیگه اون رئیس دفترش به من گفت، حالا نمیم در جریان بود یا نه کلاس گذاشت اینا، گفتش که بفرمایید جانم. گفتم که معذرت میخوام من دهنادم، مثل که با من کار داشتن. گفت دهناد به جا نمیارم. گفتم پس بگید بهشون من اومده بودم دهنات گفتم شما به جا نمیارید، خداحافظ. گفت آقا کجا میری؟ منتظرت بابا. آها از اون نظر. گفتم آقا من جدو کنم ماما از این شوخی ها نکن، یو اومد نیومد داره. رفتم تو سلام علیک کردیم و خلاصه بگذاریم. اینم یه خاطری بود یه مقدار جواب بسید. دوباره احضار شد میرفتیم، آقای علی‌آبادی گفتش که شما رفتی فدراسیون پزشکی ورزشی پیشنهاد بهشون دادی که من 500,000 نفر رو عضوت میکنم درآمدش نصف نصف. گفتم که آقای علی‌آبادی انجمن داد حساب بانکی داره به نام انجمن و اینکه باز نمی کردن همه زی حسابی سازمان، گفت نه نمیشه فلان اینو من باز کردم داریم. بله من رفتم گفتم رسانه‌ایش هم کردم، نرفتم پشت قضیه بگم که اصلا خبرنگارا با هم بودن. گفت توضیح بده. گفتم که هفته گذشته ایشون فدراسیون پزشکی ورزشی آقای خلیلیان خدمتم بوده، نمیدونم آقای حوزه بله مثل الان بعد از چند دوره دوباره الان مسئول اگر ایشون الان برنامه ما رو ببینه یادش میاد. گفتم که شما توی سال گذشته 37,000 نفر رو عضو کردید، ما 1,000,000 تا عضو داریم، 500,000 تاشون من بگم بهشون که بیایید عضو بشید نفر 3,000 تومان بود اونجا، اون موقع 3,000 تومان میگرفتم برای کار. گفتم 500,000 نفر رو بگم میان در عرض 3 ماه 4 ماه من اینو پر میکنم برای شما 500,000 نفر، هم آمار شما میره بالا هم بودجت بیشتر میشه، همین که در حال 50% هم گیر انجمن دارت ما هزینه میکنیم واسه کارهایی که میخوایم، برنامه‌ای که میخوایم توسعه بدیم. بعد گفت نه شما وظایف جز وظایفته که این کارو بکنی. گفتم نه هیچ وظیفه‌ای ندارم، اگر که بخوام اگر راه داشته باشه وقت اون کارو ندارم،
یه بیمه درست میکنم، الان من برم بیمه ورزشی با یکی از این بیمه های نمیدونم پزشکی قرارداد دادم 500 هزار نفر برم براش، اصلا سریع قبول میکنه. نمیدونم که راه داره نه، الان پزشکی ورزشی بگو من این کارو میکنم، من مطمئنم تو در از 4 ماه این 500 هزار نفر رو میارم عضو چیز میکنم، در واقع پزشکی ورزشی کارت براشون صادر میکنم. آقای علی واجی ناراحت شده بود، گفتش که شما نباید این کارو بکنی اگر میتونید. گفتم نه من میتونم بکنم آقای علی واجی، هر چیزی حسابی داره. من در این حالی که به هر حال کار ورزشکارم، پدرم هم ورزشکار بوده، خانواده هم ورزشکاریم، بیزینسمن هم هستم، من درو چه حسابی 500 هزار نفر رو بیارم اینجا پولشو بگیرم از اینا بگیرم؟ چه استفاده‌ای برای انجمن داد داره؟ خودم کاری ندارم، به چه استفاده سودی برای انجمن داد داره؟ اونم یه بار بود که من احضار شدم اونجا. یه خود آقای دکتر اگه خاطرتون باشه، آقای روی پراس وقتی که اومد ایران دعوتش کردیم اومد ایران دیگه، دو سه بار بود که نمیومد، کاری دعوتش هم آقای عزیز بود انجام داد، دعوت کرده بودیم که نمیومد. وقتی که خلاصه گفتش که ما تعهد بدید که من سلامت رو به هر حال میگفتن که اونجا امن نیست و فلان منش میکردن، اومد. وقتی اومد تو فرودگاه با لیموزین رفتیم دنبالش. خیلی خیلی انقدر در حد مثلا فکر میکرد که دیگه سفری چیز دیگه، سفری چیز میگن پادشاهی کشوری که رفتم دنبالش، وی آی پی دیگه. آره وی آی پی، سی آی پی. آره من نمیدونم، آره سی آی پی، سی آی پی. آره بعد خیلی خیلی قشنگ ازشون پذیرایی کردیم. وقتی اومد اگه خاطرتون باشه مسابقاتی رو برگزار کردیم ما توی سازمان سالن تربیت بدنی سازمان نمتگاه تهران که آقای سلطانی پور اونجا بود و اونم در واقع دارتی بود و یه مدتی هم به هیئت دارت استان تهران شد. اومد اونجا دید جانبازا و معلولین بودن با ویلچر با بقیه بازی میکنن. یادتون هست که شما اونجا گفتیم آقا ما آمادگیش داریم دارت رو اونجا ما گرفتیم، یعنی که مأموریت داد به ما که اساسنامه‌ش رو هم ما بنویسیم که دارت کمیته دارت با ویلچر در فدراسیون در WDF راه اندازی بشه. کاری که یعنی یه کاری زیربنایی بود که بانش ما بودیم، اجرا کرده بودیم و تجربهش هم داشتیم، همه چیش دستمون بود، میدونستیم شرایطش به چه شکلی. اومدید و لذت بود، ولی همونجا هم خب ولی من بعدها که به هر حال اومده بودم دیدم که هلند این رو گرفته. حالا نه هلند نگرفت، هلند فکر کنم این بیلچر هم گرفت. اگه خاطرتون باشه تو هلند، تو هلند رفتی، میخوام همین رو بگم، جهانیش شما سخنرانی کردید. بله شما، من یادم تو سخنرانی که شما اونجا کردید وقتی که دارت با مسابقات المپیک دارت کودکان زیر 7 سال بالای ایران بهترین رویداد ورزشی دارت جهان شناخته شد، شما اونجا راجع به این موضوع هم صحبت کردید و گفتید که ما آمادگی داریم که این رو آموزش بدیم به همه کشورها. ببینید کارو ما کردیم، به نام هلند تموم شد، ویلچر دارت با ویلچر بود ولی کمیته‌ای در فدراسیون جهانی نداشت، یعنی شاید این ور اونور بازی میکردن. حتی ایر دارت رو، دارت فوتی رو هم ما رو اندازی کردیم ایران، ولی بازم الان کشورهای دیگه دارن بازی میکنن. یعنی کاری که استعدادش رو ما اینجا شکوفا کردیم که این اتفاق هم میتونه بیفته به عنوان رویداد ورزشی، ولی متاسفانه از دست مودن. من یکی از بزرگترین کارهایی که کردیم آقای دکتر شما تو خاطرتون هست، خیلی تلاش کردیم. ببینید من تو این مدت دیگه با همه ارتباط برقرار کردم، با همه دیگه کسایی که دیگه رأس امور بودن، یعنی هم و مسئولین هم ناراحت بودن از این موضوع که تو چرا خودت پا میشه. اصلا میگفتن تو واسه چی رفتی سفیر رو برداشتی؟ این باید شورای امنیت کشور رو دارم. گفتم آقا این هرچا بزرگش میکنید، بابا من الان تو استرالیا نماینده مجلس خونش بغل دست منه، نه نگهبان داره نه هیچ محافظ داره، میرم درش میزنم میگم آقای پیتر من کار دارم، مثلا میگه الان وقت کار نیست، که میگم آقا خب میگه وقت کار بیا تو دفتر، میگه بیا بیا بشینیم با هم چای بخوریم. خب میگم که ببینید بزرگش کردیم الکی، خب وقتی که میتونیم ارتباط رو انقدر نزدیک بگیریم. ما کاری که کردیم دارت رو جزء دروس درسی مقطع ابتدایی و موقع راهنمایی هم بود، ابتدایی و راهنمایی بود، دارت رو جزء دروس درسی بردیم، تربیت دادن تو بحث ورزششون جزواتش رو جنب به عنوان درس ازشون بپرسن آموزش بدن. یه توافق نامه امضا می‌خواستیم بکنیم با پلیس که
اونجا هم به عنوان ورزش‌های اصلیشون ثبت بشه. که تو میدونید چرا تو پلیس اگه خاطرتون باشه شما میگفتید، چون در المپیاد پلیس، در المپیاد جهانی پلیس دارت جزو رشته‌های المپیکه، المپیک پلیس دارت هست. ما این رو رفتیم با خودی هست که فایرمن اند پلیس من بله اونجا اصلا جزو رشته‌های اصلیشونه. خب ما گفتیم خب ما چرا ایران تیم نداشته باشه، ما پتانسیلش داریم، قهرمانی هم میاریم اونجا. خب ببینید بردیم با چه شرطی؟ توافقنامه ما چی بود؟ ما گفتیم یه مدرس، ما کلی هم مدرس داشتیم، شما که خودت تو کمیته ملی المپیک، تو کمیته آکادمی ملی المپیک کلی برنامه داشتیم، خودتون مسئولیت آموزش بچه‌ها رو داشتید. خیلی کارمون فشرده بود ولی واقعا هم خیلی سخیرانه قبول می‌شدن میومدن جلو. جزء دروس درسی ثبت شد، توافقنامه پیشنویسش آماده شد، اصل قرارداد آماده شد که به امضا برسه، ولی متاسفانه مسئولین اون موقع، حالا اسم برم بازم، گفتن آقا تو چه کاره که میخوای بری امضای وزیر این ور باشه، امضای تو این ور باشه، امضای فرمانده کل نیروهای پلیس اینجا باشه، امضای تو اینجا باشه، اصلا تو دارت دیگه، یعنی تو تونستن زدم تو. گفتم آقا من دارتو دارم میبرم تو آموزش پرورش، 50-280 تا ایستگاه براشون من دارم رایگان تجهیز میکنم، 280 تا برای آموزش پرورش در سطح کشور، 280 تا برای پلیس در سطح کشور، 50 تا مربی برای آموزش پرورش بفرستیم، هزینهشو اونا بدن. یعنی بچه‌ها اشتغال، من باور کنید با بیشتر از 50,000 نفر ما اشتغال ایجاد کردیم، 50 تا مربی هم بفرستیم برای پلیس که اونا هزینه مدرسا رو اونا بدن، ولی جزء ورزشی اصلیشون باشه، اونا بتونن برن تو المپیک. آموزش پرورش هم دیدن ورزشی که میتونه مثلا خانوادگی، ورزشی که تو کلاس ها اگر مثلا فوق برنامه باشه میتونه اونجا انجام بده، بچه ها رو ساکت کنه، حالا هر دلایلی که برای خودش بررسی کرده بود، ولی به توافق رسید، وزیر هم تایید کرده. متاسفانه دوستان دیگه اون روزهای آخری بود که دیگه گفتن که نه، یه زنگ زده بودن که آقا نرید به این جلسه، ما قبول نداریم، ما ظهوری امشب مثلا تعطیلش داده میشه و دیگه اخراج میشه. موضوعات دیگه هم بود، اتفاقات دیگه هم افتاده بود که جایی گفتن نداره، من الان نمیخوام وارد این موضوعات بشم، ولی خیلی ببین آقای دکتر، واقعا بچه های تیم، من دست تک تکشون رو، بچه هایی که بودن، ما کم کم دیگه داشتیم، یعنی نیروهای جوانتر رو می آوردیم تو مرحله بعدی از هلند برگشتیم، آقای حلیلیان و آقای انصاری رو، مرحوم انصاری رو، اینا رو اضافه کردیم به تیم، مازیار موسوی رو، وجیه عربی رو داشتیم، به کادر اصلی انجمن تیم رو داشتیم بزرگ میکردیم، اینها داشتن اضافه میشد، یعنی بچه ها دیگه آبیده شده بودن، دو سال بود کار کرده بودن، با روحیات ما آشنا بودن، با ورزش آشنا بودن، دیده بودیم که اینا واقعا عاشقانه دارت رو دوست دارن و کار میکنن، داشتن اضافه میشدن. خب خیلی ها بودن، من حالا خانم شهیدایان واقعا اسمشون اگر من فراموش میکنم عذرخواهی میکنم، چون که سالیان سال الان 16 سال گذشته میشناسمشون، ولی اسمشون یه سن هم رفته بالا، بابا بزرگ هم شدم دیگه نمیتونم. حالا من سوال دارم آقای زهری، ما یه اگه نتیجه بندی کلی بکنیم، عذر میخوام ببخشید، یه چیز خیلی مهم رو فراموش کردیم قبل از اینکه نتیجه گیری کنیم، اتحادیه دارت غرب آسیا شکل گرفت با تلاش هایی که کردیم و شما، نه شما تلاش کردی اتحادیه دارت غرب آسیا، ببینید اتحادیه دارت غرب آسیا با حضور روی پرایس اینجا، یعنی زمانی که روی پرایس اینجا بود، ما شدیم مسئول در واقع دارت با ویلچر که اساس نامش و همه چیزاش آماده بکنیم، اون زیر چیزایی که میخواد، زیر ساختایی که میخواد آماده بکنیم، و اتحادیه دارت غرب آسیا هم اونجا با 12-13 کشور رو اندازی کردیم، با چه نیتی؟ با نیتی اینکه اگر درخواست کردیم از فدراسیون جهانی که دارت آسیا رو میخوایم رو هم فدراسیون آسیا رو میخوایم شکل بدیم، ایران آمادگی داره میزبان این جلسه باشه، اون موقع رأی نداشتیم که، ولی در این صورت که اتحادیه دارت غرب آسیا 11-12-13 رأی داشتیم، با رأی، یعنی همه اینا رو یادتون باشه، میشستیم دونه دونه حساب میکردیم، اوکی، یعنی دیگه نه ژاپن میتونست بشه رئیس فدراسیون آسیایی، نه اون کشورهایی که
سالیان سال دارن تو این کار زحمت میکشن، نه استرالیا میتونست بشه نه نیوزیلند، چون سیما میشدیم دیگه. بله آره دیگه، یعنی ما دست ما بود دیگه، یعنی چون 11 تا 13 تا تیم رو و با اونا داشتیم کمک میکردیم، ولی متاسفانه همه اون دارت غرباسی و اینا همه خوابید. بعد از این که ببینید من فقط ناراحتیم یه چیزهای دکتری رو بگم، ما برای دارت شخصیت واقعی درست کردیم، شخصیت کاذب درست نکرده بودیم. بچه های ما همه قدرتمند بودن، بازیکنانمون، هوادارانمون، کادر اجراییمون، همشون هیئت رئیسمون همه قدرتمند بودن، پرسنل همه بچه قدرتمند بودن، خودم هم قدرتمند بودم، همه با همدیگه اینو حفظ کرده بودیم. ولی متاسفانه شما دیگه شاهدش بودی، هر جا میرفتیم اصلا یه دید دیگه نگاه میکردن به ما، خیلی یعنی ورای به عنوان ورزش کل کشور نگاه میکردن. من که استانی نبود که برم استقبال آنچنانی از ما نکنن، نه از من، من هویتی نداشتم شخص خودم، دارته هویت داشت، رئیس انجمن دارت داره میاد. ببین این ارزش داره، چون ورزشت قدرتمند میشد. وقتی رئیس هیئتمون میخواست بره پیش مدیر کل، ما با بیا تو، چون که همه قوی بودن، نمیگفت پشت در بشین، همه ما بچهایمون اینجوری بودن. چه توی حالا از آقای ایروز بودم میخوام صحبتی بکنم، ولی متاسفانه همه این سطور ریخته شد، دارت از هیئت اومد بیرون، شد کمیته دیگه در زیر مجموعه. میبینید متاسفانه خب الان چه کار سختی داره کامبیز ایوبزاده. خیلی خوشحالم که کامبیز ایوبزاده اومده و مسئولیت دارت کشوری گرفته، چون اینا واقعا از پدر و پسر زحمت کشیدن تو زمان خودشون توی شیراز، اون زمانی که ما بودیم، میدونه همه این سختی ها رو آشناس باش. من خیلی خوشحالم که ایشون هستش و مطمئنم که دارت انشالله به اون جایگاه اصلیش با حضور این بچه و بچه های دیگه که تو تیمش هستن. بعضی از این بچه ها قره شدن حالا پشت یه میزی، من نمیدونم حالا مدرسم، من مربیم، من فلانم، اینا آدم رو قره نکنه. من میخوام به این جوونه، حالا با که سنی از همون گذشت دیگه میتونید از تجربیات ما استفاده کنید. اونی که میمونه اسم خوده، تیم دارت، انجمن دارت، تشکیلات دارت در زمانی که من بودم همشون ماندگار شدن، تاریخچش ماندگار. پس این تاریخچه رو من مطمئنم که کامبیز ایوب‌زاده میتونه این کارو بکنه، کمکش میکنن انشالله بچه‌ها که انجمن دارت دوباره اون قدرتی که داشت دوباره به دست بیارن. انشالله یه روز بشنویم که دیگه واقعا این که دیگه من وقتی میگن کمیته دارت مثلا استان رو مثلا ناراحت میشم، مثلا یه حال با اینکه حالا آقای دکتر شما بهتر میدونید در خارج از کشور انجمن و فدراسیون هیچ فرقی نمیکنه، یعنی بین انجمن و فدراسیون هیچ فرقی نیست، دقیقا ساختار اون رو این داره. حالا بعضی از کشورها فدراسیون دارن، بعضیا انجمن دارن. غیر از اینه والا خدمتتون عرض کنم دقیقاً شما درست میگید، ما در کشور خارج، ما در ایران رشته های ورزشی داریم که فدراسیون جهانی دارن، فدراسیون آسیایی دارن و رسما جزو یکی از بازی های زیر مجموعه المپیکن، حالا یا بازی های داخل سالن به اصطلاح آسیایی المپیک، بازی های المپیک یا خود المپیک. ولی متاسفانه در ایران به دیدگاه هنوز فدراسیون ندارن دیگه، حالا من اسم نمیبرم کجا هستن، انجمن هن، گروه هن، زیر مجموع هن، اینا. این متاسفانه از نظر سلسله مراتب اینجوری هست و ولی جایگاه اون ورزش هیچ موقع فراموش نمیشه. به نظر من با اسم نمیشه محدود کرد یک ارگانیزیشن یا اسوسییشن یا فدریشن رو در قالب اون جوابگو، اون اعمالی که انجام میدن اصلا نشون میده فرا فدراسیونی، فرا سازمانی خیلی کارا میتونن بکنن و واقعا تواناییش دارن و دارت یکی از اون رشته‌ها بود. من امیدوارم که تمام اونایی که برای دارت تا به امروز زحمت کشیدن و مقام آوردن و در تاریخ، چه در تاریخ داخلی و خارجی ثبت کردن اسامیشونو به عنوان قهرمان، به عنوان مسئول و کارهای مجران رحمانی، دنیز هشتران، درسته من اگر اشتباه نکرده باشم، مجران رحمانی، من واقعا وقتی مدالا اینا رو دیدم عشق میکنم، لذت میبینم، میبینم این دختر چقدر قشنگ میره پیگیری میکنه. اولین مدال برومرزی ما که سهر ظهوری بود، که حتما آشنا هستید با ایشون.
حالا میشنوه الان شاکی میشه سرزوری سهر الان یه بچه دختر یه پسر 3 ماهه داره میگم پسر بزرگ سهر جان من که شما رو خیلی وقت ندیدم اگه داری میبینی حالا دیگه یه دستی چیزی تکون بده اولین قهرمان مدال‌آور تاریخ ایران حالا آی دکتر من حالا نه سهر که دخترمه ببینید زمانی سهر مدال نقره رو گرفت که بالاترین مدال بانوان در سطح کشور یه مدال برنز بود تو تکواندو یعنی هیچ خانوما مدال نداشتن سهر نقره رو گرفت الان وقتی بچه ها میرن طلا میگیرن آفرین بعدش دونه دونه ما بیام اسم ببریم و نام ببریم از اونایی که مدال گرفتن بعد از سهر بعد از اون مدال بین المللی که ما گرفتیم یا جهانی کیا بودن اینا رو دونه دونه بود و مژگان رحمانی مژگان خانم مژگان رحمانی من میدونم خیلی گل کاشت مدال های زیادی گرفت دنیز هم فکر کنم گرفت بعد از سهر کی بوده؟ قبل از سهر نه بعد قبل از سهر که نداشتیم بعد از سهر به من کمک کنید دوستانی که الان لایف هستید الان شما هم باید سهیم بشید این بازی دیگه بازی دست جمعیه الان من میخوام دونه دونه بعد از سهر تاریخ دارت رو مرور کنیم بنیانگذارش اینجاست مسئول امور بین‌المللی سابقش هم اینجاست اولی میخوایم دونه دونه مرور کنیم سهر زهری دونه دونه بنویسید اول سهر زهری بوده بعد دنیز بوده دنیز کجا آورده سالش هم بگید سالشو کجا سحر در مالزی بوده دنیز توی نوجوانان بود میکنم تو رده سنی نوجوانان در کجا کجا در کدوم کشور چه مسابقاتی بود دوستان بنویسم من یه سحر اینجا یه چیزی نوشته این سحر کدوم سحره بروز جهانی ترکیه رو گرفته بروز جهانی ترکیه 2015 اینجا نوشتن من دارم میخونم ما چه سالی بودیم سهر 2006 الان 2006 خانم رحمانی کامپیوتره خانم رحمانی دوباره تکرار کن سهر چه سالی 2005 بود خب سهر چه سالی بود 2005 2006 بود حالا اینا جهد هوا شد 2005 سهر خودت میگه 2005 بقیه میگن آها نه 2005 سهر خودتی اگه هستی یه دستی تکون بده بله سهر اگه هستی دستی تکون بده و بنویس خوش اومدی سهر سالها ندیدیمت سهر خودت رحمانی هم هست چیز بوده 2006 بوده فکر میکنم 2006 بوده منم فکر میکنم 2006 بوده حالا در حال اینجا ما هم توجه نکردیم و سهر رو سنم بوسیدیم بغلش هم کردیم دیگه گفتیم که آقا ما پدرش هم هیچ مشکلی هم نداره ما زیاد به این چیز اهمیت نمیدم آره ببین پس خب سهر جان سلام خوش اومدی پس خانم رحمانی بعد از 15 سال دنیز گرفت خب این یعنی خیلی سلام عرض میکنم به به سلامت باشید تبریک میگم قدم نورسیده رو بابا بهت نمیاد بابا بزرگ باشی آقای زوری آخه برای شما چی بود بعد دنیز سال 2016 گرفت خب بعد کی گرفت امیرعلی میرزایی برتر جهانی ژاپن میرزایی برنز جهانی ژاپن امیرعلی میرزایی ایشون هم توی نوجوانان بوده فکر کنم بس یه دونه از سهر الان پرچمش از همه اولی بالا بود چون فینالیست بود به نه اجازه بده نه مرحله به مرحله بعد برنزایی که ما داشتیم رو که دوباره گرفتن بچه ها دمشون گرم درست طلا هم داشتیم فکر کنم کی اولین فینالیست بعد از سهر شد فینالیست البته برنز هم آزی رو 2019 جوانان مرور کنیم نقره جهانی مهداد سیفی نقره جهانی 2019 جهانی بوده تو رومانی 2019 اوپن ها رو کسی طلا نگرفت یا نقره نگرفت مسابقات اوپن رو نگید یعنی مسابقاتی که در مسابقات خود اصلی ده خوب هم آسیایی هم جهانی رو بچه ها بنید خیلی خوب بوده بچه خیلی خوب بوده برنز رو
بیمار خاص. خب اینم خیلی خوبه. آه عالی. ببین همین، ببین الان آقای بغدادی، ببین آقای بغدادی توی کمیته جانبازان و معلولین بودن دیگه، انقدر قشنگ کار کرده. الان بیماری های خاص سال گذشته تو اعزامی که داشتن دو سال پی در پی مدال طلا، یعنی یکی از ورزش هایی که مدال آور شده براشون، 5-6 تا طلا میگیره. گفتی بیماری خاص و کردی هلاکم، یادته رئیسش و نایب رئیسش کیا بودن؟ اسم نبود. بله بله یادته. بله. این مقام های بولا اول دیدگاهشون چه جوری بود وقتی با ما آشنا شدن، وقتی با ما صحبت کردن؟ بله. نظارن خیلی هم استقبال کردن. بله. شما خاطر پس که پس این برخورد ما خیلی عالی بود. به همه شون تبریک میگم. خب تبریک میگیم آقای بغدادی هم تبریک میگیم اولین کلام اولین طلا سحر، اولین فینالیست، اولین طلا کی بود؟ طلا موجان طلا مدال. من میخوام یه جمع جواب عوض کنم که یه مقدار ما زیاد صحبت موجان نوشته ما رو اعزام نکردن. آه اسمشو اومده، اولین طلا رو ما رو اعزام نکردن. این کیه؟ کی بود؟ ما رو مجگان رحمانی بود. مجگان رحمانی بود اینجا که نوشته من زمانی که اومدم آقای دکتر ما یه مسابقات نیوزلند داشتیم، زمانی که در واقع گردات نوجوانان سر میگه نوجوانان بوده. فکر میکنی سر کی بوده؟ 2016 آخرین اعزام بزرگ سالان بوده. خب کی طلا گرفت؟ خانم رحمانی طلا داشتیم. اوپن نه اوپن. خب حالا اوپن هم ارزش داره. بله دنیز ژاپن 2017 در رده سنی چی؟ نوجوانان. بله بله نوجوانان. بسیار عالی، بری تبریک میگم. اولین رده سنی بزرگ سالان رو چی گرفت؟ بزرگ سالان مدال نداریم. باریکلا سهر پرسنت باراس خانم رحمانی این رو نوشته، ولی تو اوپن کیا رو داریم که طلا گرفتن؟ حالا مسابقات مختلف بین المللی رده بزرگ سالان. آفرین بچه ها، واقعا خوشحال میشم اینا رو میبینم. سر خودتی طلا گرفتی؟ نه یه با من و باباتم شوخی باش. بله از 2017 به بعد فقط جوانان رو اعزام کردیم. خب قبل از اون کی طلا گرفته؟ بابا یه طلا اوپن گرفتیم که انشالله گرفته باشیم. من دعا میکنم آجی یه رسم کرونا دستمون اینجوری بالا کنم. بعد از دوزار خوب این کرونای خیلی مرزون کرده همه رو به هم. خانم رحمانی اولین طلا برون مرزی رو مالزی 2000 من بودم. پس من بودم ببخشید من سوخی میکنم. خانم رحمانی تبریک میگم، واقعا تبریک میگم، تبریک میگم واقعا. من و آقای ظهوری اگه الان من داره به سحر تبریک میگم به عنوان عموش، به عنوان کسی که دوستش دارم، به عنوان کسی که بوده باشون بودم از سر سنان قبل، و آقای ظهوری به خانم رحمانی یا همه بچه ها به خاطر این تلاش هایی که بوده، میخوام اینو نتیجه بگم که سالها پشتش بوده و من دوست دارم همینجا تمام مسئولین دارت ما بیان دست به دست هم بدن، سعی کنن اعزام ها رو جلوش نگیرن. اگه کسی میخواد کارشکنی بکنه باشون صحبت بکنن، اینا همدل بشید. اگه همدلی توی ورزش دارت نباشه، تیم قوی نباشه، هیچ موقع پیشرفت نمی کنید. و استفاده بکنید از تجارب دیگران، احترام به پیشکسوت، به قهرمانان، مربیان فراموش نکنید. ببخشید آلزایمر نگیرید با این کرونا که اومده یادتون بره. و این ریشه است که به شما بها میده که ما یه همچین ریشه ای داریم و الان اینجوری میریم جلو. و من یاد داری از آقای شایستم در واقع تشکر میکنم. آقای شایستم ندیدم تو چت. آقای شایسته اگه شما تو چت هستید، حالا نمیدونم اسم دیگه ای هست یا اینا، متوجه اید؟ خیلی ممنون خانم رحمانی. آقای ایزدی هم نهره. آقای شایسته ایشون هم تو چت ما بیان اگه تشریف دارن، یا آقای ایوب زاده من خیلی خوشحال میشم.
آقای دهخان هم برونز ترکیه ماشالی خواهم رحمانی مثل که کامپیوتر جلو چه همه رو دونه دونه در بود ماشالی یا اینکه تو تفکرشه خوشم بود یه دارت کسی که دارت کار میکنه باید خیلی ذهن واضح و صافی داشته باشه. الان آقای شایسته یا آقای ایوبزاده هستن الان توی بچه ها نمیدونم ما خیلی خوشحال میشیم واقعا واقعا اگه هستن در عرضه نه نیستن آقای شایسته هستن؟ داوری چالش ایدانه دارت هم. در حال داوری نه هست دیگه نکنه آقای شایسته رفتن مسابقه روشن تو سالون صد نفرم دعوت کردن تو خونن منظورتون چالش رو گذاشتن خب چالش رو با کی گذاشتن خانم رحمانی با شما گذاشتن با کی گذاشتن این چالش رو با ما بذارن بیان الان لایف ما ازشون قدردانی کنیم صحبت کنیم همینجور آقای ایوبزاده اینستاگرام ندارن پسرشون چی؟ ماشاءالله خانم رحمانی آقا ما لازم نیست تیپ کنیم حسن بزنیم خب آقای ایوبزاده اینستاگرام ندارن خب پس دسترسی به ایشون نه مسابقه آنلاینه خب آنلاین الان گذاشتن بابا دارت بیان اینجا شوخی میکنم آقای شایسته شما موفق باشید مسابقه آنلاینه من امیدوارم کسی که این مسابقه آنلاین رو همزمان با لایف ما گذاشته باشه هدفش فقط مسابقات داخلی کرونایی باشه شوخی میکنم ولی خب اگه میومدن خیلی خوشحال میشدیم من از اینجا خیلی بهشون تبریک میگم و امیدوارم این چالش یا این چالشی که دارن خوب تموم بشه ولی اگه میومدن اینجا ما خوشحال میشدیم که ایشون میومدن آقای ایوبزاده هم که اینستاگرام ندارن وقت خوبی بود که اگه میشد یه صحبتی با هم بکنیم قهرمان ها که همه اینجا بودن و نمایندگانشون دیدیم اولین قهرمان ما آخرین قهرمان ما خانم ظهوری خانم رحمانی و دیگر دوستان هر کدوم از قهرمان ها اینجا هن آنن بگن من اینجام که من ببینم چند تاشون هستن خانم ظهوری که خب نوشته ایشونم که خانم رحمانی هم بنویسه من اینجام میدونم آیدیتونو ولی میخوام تعداد قهرمانه که مدال آوردن و ببینم چند تاشون اومدن تو لایف ما واقعا خب ممنون از لایفتون ما اطلاع میدیم آها خب آقای ظهوری در هر حال یه چیز دیگه هم بگم من آقای دکتر این حرفی که من به از همون اول که این رؤسای دروغون عوض شدن به همشون گفتم بس. تاریخ هیچ کشوری رو تاریخ هیچ سازمانی رو تاریخ هیچ حرکتی رو نمیشه تغییر داد و نمیشه محوش کرد تاریخ باید بمونه من به آقای کامبیز ایوب‌زاده گفتم حالا امروز تلفنم باشون صحبت کردم که تماس گرفته بودن گفتم که آقا من چه خوب چه بد قبل از من چه خوب چه بد این مردم هم که اون ورزشکاران اون کسایی که تصمیم میگیرن این خوب کار کرده بد کار کرده اونها هستن من و شما نمیتونیم بگیم که نظر شخصی خودمون اعمال بکنیم همونطور که از اون زمانی که من اومدم بیرون کلن همه ما رو حذف کردن میدونید چی میگم من کلن کارهایی که کرده بودیم عمل کرده بودیم اتفاق برای خودشون هم افتاد خودشون هم حذف شدن نفر بعدی هم همینطور حذف شد با آقای ایوب‌زاده گفتم که کامبیز جان پسرم تاریخ رو حذف نکن یعنی عادت نکنیم به این که و ایشون قبول کرد گفتش که من اصلا توجه نکردم به این موضوع و سریع پیگیری میکنم ببینید من چه خوب چه بد یه عمل کردی داشتم باید اونجا باشه برای کسایی که میان بدونن عمل کرده من چی بوده بدونن عمل کرده شما چی بوده بدونن نفر بعد از شما میخواد بیاد بدونه چه اتفاقاتی افتاده اینجا بدونه که چه کارهایی انجام شده که اون بخواد بیاد یا اون کار رو توسعه بده یا اینکه بخواد بیاد یه مسیر دیگه ای رو بخواد برای خودش باز بکنه اینه که خواهشم اینه که کامبیز عزیزم تاریخ دارت رو اونجا بنویسه تو وبسایت خودش حظ نکنه تحت هیچ شرایطی یعنی همونطوری که من زیر بار هیچی توی ایران نرفتم و محکم وایسادم دفاع کردم از تک تک بچه ها نذاشتم کسی بهشون کوچکترین توهین بکنه قدرت رو بهشون دادن چون قدرت اونا به من قدرت میدن شما هم دقیقاً حرف صحیحی رو میگید شما ناراحت نباشید این مد شده تو ایران متاسفانه ببینید موقعی که انقلاب کبیر فرانسه شد اومدن دونه دونه انقلابیان با گیوتین سر
تمام افراد و افراد به اصطلاح ما طاغوتی رو زدن، ولی اسم خیابوناشون رو هنوز شما لویه 16 هم فلان اینا رو نوشتن. چرا؟ چون تاریخ مشخص کرده که هرکی چه رفتاری داشته. ولی من حالا چند رشته بنیانگذارش بودم تو ایران، اینا همه میدونن الحمدلله، هنوز یکی دوتاش به اسم خودمه. حالا فردا یه موقع دیدی بعد از 30 سال یا یکی در اومد گفت نه بنیانگذار اینم من بودم و فلان اینا. ولی برای مثال از نظر داوری، درجه داوری من تو فدراسیون جهانی جودو ثبت شده ایران IR 001، یه نفر یک. از این نظر دیگه به قول معروف از اون ور تو بود روانشناسی کمیته المپیک سالها من مسئول بودم. ولی خب کلن اینا گله نیست، ولی وقتی خانواده بی ریشه میشه که اسم پدر، مادر، جدش و این درخت و ریشهش وجود نداشته باشه، نداشته باشه، شما وقتی بیاید بگید داد مثلا تاریخش از دو روز قبل بنویسی، یعنی هرچی قبلش بوده، هر مدادی که اومده فلان اینا یا هر رشته‌ای. ولی چه عالیه که اگه دوستان تاریخ رو بنویسن همونجوری که بوده، مردم خودشون بازتابو نگاه کنن. الان تو استوری من بری، من هیچ کاری نکردم، تو گوگل زدم به فارسی دارت سرچ کردم، از تاریخ 20 سال قبل از اولین چیزایی که اومده تو استوریم گذاشتم. اصلا لازم نیست، این همه ثبت شده، ولی کاری به اون ندارم. من باز انشالله میگم که هر که الان مسئوله، این درد دل بود، این گله نبود، من و شما اومدیم درد دل کردیم. البته اینو من عرض کنم که آقای آذرپور زمانی که اومدن، همون که تو هفته اولی بود که اومدن تو در واقع مسئول دارت گرفتن، تماس گرفتن با من تو استرالیا، خیلی دلسوز بود، واقعا دلسوز بود. سحر رو هم دعوت کرده بود، تقدیر کرده بود از سحر به عنوان که مدال آور بوده، ولی راه رو برای اونم بستن بنده خدا، اینقدر عرصه رو براش تنگ کردن، اونم دیگه نتونست ادامه بده، خسته شد. چون که بعد از شما کی مسئول شد؟ بذارید مسئولین رو نام ببریم. آقای زهری شما که خاطر رو کس، اگر ما اشتباه میکنیم دوستان همکاری کنن، اولین مسئول و رئیس انجمن دارت ایران آقای مسعود زهری. بله صحیحه، درسته. نفر بعدش کی بود؟ یه سرپرستش برای مدت بکنم میکنم یه ماه آقای محمد امین عزیزپور، برای یک مدت یه ماه. بعدش آقای عزیزپور بود سرپرست، درسته، ایشون که اصلا جزو جریان احمد احمد اسدزاده بودن درست. بله خب بعد از ایشون آقای فکر کنم 3-4 نمیدونم، فکر کنم 4-5 سالی 3-4-5 سالی بودنشون، سالش نمیدونم دقیقاً، ولی دوستان بهتر میدونن. بعد از آقای اسدزاده، اتفاقا بنده خدا آقای اسدزاده اومدن اونجا بارها دنبال من تو آکادمی، گفتن که آقای دکتر ما تعریف خوبی از شما شنیدیم. گفتم آقای اسدزاده اون چه تعریف شنیدی، من یه ایراد بزرگی دارم. گفت ایرادش چیه؟ گفتم من رفیقم آقای زهری خیلی بهش علاقه دارم و اون تیم قویی که ما کار کردیم با هم عادت داشتیم به هم، من هر نوع کمک فکری بخوای بهتون میکنم، ولی باور کن وقتشو ندارم بیام الان دنبال دار، چون اون موقع یه عشق خاصی داشتیم اومدم و ایشون واقعا دعوتم کرده بود، ولی بالاخره اینجوری شد. بعد از آقای اسدزاده کی بودن؟ آقای حمید آذرپور، ایشون آدم خیلی خوبی بود، آدم بسیار، من خاطر خوبی دارم از ایشون. آذرپور درست دیگه، حمید آذرپور جزء اصلا بچه‌ای بود که با ما همکاری کنه یا نه؟ نه اصلا از بیرون اومده بودن ایشون، از این در واقع حالا غیر دارتی بود. ببین غیر دارتی بودن، بله. اگه کسی که مثلا دارتی بود ما میشناختیم، متوجهی؟ یه مسئلهش حل میشد که در 15 سال تمام اینها رو با ما زندگی کرده بود، میتونست مسئله دارتو خیلی راحتتر میتونست جا بیفته. بعد از ایشون هم که کامبیز اومده، کامبیز در واقع پسر آقای ایوبزاده بزرگ که تو شیراز بودن، رئیس هیئت دارت شیراز بودن، استان فارس بودن، هستن درسته،
و الان هم هستن. الان کامبیز پسر ایشون بود که به حال اون موقع ما بودیم، یه پسر جوان خیلی خوبی بود و امروز هم در واقع من فکر میکنم نتیجه خوبی خواهد گرفت. ببینید همه آشیان رو ایوبزاده زمانی که ما رفتیم دوره مربیگری باشگاه آقای ایوبزاده که خیلی هم مهمون نوازی کردن، واقعا خیلی خوش گذشت. اونجا تون دوره بودن؟ من حضور ندارم، حتما بودن. خب پس من یادگاری که گرفتیم بودن. پس بابا ما یه عکسم با رئیس امروز یادگاری. و امیدوارم که ایشون با همه بچه ها کنار، یعنی تو دارت ما کسی نداشتیم که، یعنی ما توی دارت من شخصا خودم هیچ کس رو کنار نمیذاشتم، مگر اینکه دیگه اصلا با یه هدف دیگه اومده بود چون. ولی کسی که واقعا علاقه من بود کنار نمیذاشتم و کار میکردم. من آقای دکتر میخوام الان تو فرصت یه موقع قطع نشین یه تشکر بکنم از من دوست دارم که چند نفر رو نام ببرم. بکنم حدودا الان تقریبا 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم چون لایف یه ساعت قطع میکنه. من میخوام تشکر بکنم بعد نتیجه‌گیری شما بکنید. من از آقای آجرلو، از آقای صاحبی، از مرحوم استاد مهیمن که واقعا خیلی کمکمون کردش، خدا بیامرزه، از بهزاد کتیرایی میخوام یاد بکنم که خیلی کمکمون کرد، از نیما نهاوندیان میخوام یاد بکنم که مجری صدا و سیما بود، تو برنامه ما اجرای برنامه ها رو به عهده داشت. خیلی کمک یادش میخواد تو آکادمی ملی المپیک بود. من باورم نمیشه مرده، خدا روحش شاد. از احمد فرضی که الان هم تو رادیو ورزش خیلی تشکر کنم، خیلی ساپورت میکرد. از فاطمه حسینپور بازم میخوام یاد بکنم که واقعا دختر خیلی دوست داشتنی بود و انگیزه به همه بچه‌ها داد که بچه‌ها با عشق کار بکنن. من حالا جمع‌بندی رو می‌ذارم دست شما، با همه بچه‌ها، از همه بچه‌ها، از همه بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن دست تک تکشون رو میفشارم و امیدوارم همیشه موفق باشن توی تمام مسیر زندگیشون، ولی همیشه مردم دار باشید، خاطره خوب خودتون بذارید، شما نتیجه گیری رو انجام بدید. بله خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از بنیانگذار دارت ایران و کسی که اولین رئیس انجمن دارت بود و واقعا با آقای عزیزپور با هم اومدن همکاری کردن و با تلاش این عزیزان و پشتکار زیاد آقای ظهوری ما تونستیم دارت رو در اون مدت زمانی که بودن ایشون، ما هم در خدمتشون بودیم، تا یه حد بالایی تو سطح جهانی هم بالا ببریم و تمام کسانی که بعد از اون دارت رو ادامه دادن و زحمت کشیدن. فقط اینجا جا داره که از آقای مهندس حسام هم که رئیس ورزش همگانی کشور بودن اون زمان و با ما همکاری میکردن و همیشه بودن و از دارت وضعی خوب. آقای مهندس حسام هنوز هم هست، آقای مهندس حسام رئیس اتحادیه دارت غرب آسیا است. بله 100%. بله امیدوارم که راه بیفته اتحادیه دارت غرب آسیا، انشالله دوباره راه بیفته، ولی به قول معروف آچارش دست من است. حالا که از شما هم صمیمانه تشکر میکنم که به هر حال این برنامه‌ریزی رو کردید که من با بچه‌ها باشم و بیام یه خاطراتمون رو زنده کنیم، امیدواریم که تخت نبوده باشه. انشالله تشکر میکنم از همه قهرمانان، مسئولین، دست‌اندرکاران که امروز با ما بودن و این وقت رو گذاشتن. شالا بازم موقعیتی پیش بیاد ما بتونیم دوباره بازم دوره هم جمع بشیم و بازم از این برنامه لایف داشته باشیم. درود میفرستیم به همه و امیدوارم که در دوران کرونایی اقلن قلبا به همدیگه نزدیک بشه، هرچند که خوب جسما دور از هم باشه که همدیگر رو کرونایی نکنیم، ولی با قلب مهربون به همدیگه نزدیکتر بشیم. خیلی ممنونم آقای ظهوری از زحمت شما. استرالیا واقعا آقا ساعت چند استرالیا؟ الان ساعت فکر میکنم که 4:30 اینا صبح نزنیمه شبه. نه راست میگی؟ من میدیدم تو عینک خانوم تی میاد با چیز میگه بابا به جهرش این هم گفتم یکم آخر چیز بشه. خیلی دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم از شما. خیلی برنامه عالی بود. من اینجا از همه تشکر میکنم و این برنامه 24 ساعت میمونه. انشاءالله به دوستان دیگه هم بگی، تبریکشو بکنید. اونایی که نبودن ازشون یاد کردیم، یعنی برنامه رو بعدن ببینن که بدونن ما همیشه به یادشون هستیم. خیلی ممنون آقای زوری، سرتون کم نشه.
قربان شما. خدا بفرمایید. خدا حافظ.